بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. وعده کرده بودم با شما مخاطبهای آشنا و دوستان جان که در صفحه خودم مطالبی رو که حضرت آیت الله امجد میخوان راجع به نقد به اصطلاح اهل سیر و سلوک حوزه بیان بفرمایم و به بنده ام فرمودم با شما هم سخن بشم، قصد داشتم در صفحه خودم باشه که امروز وقتی مراجعه کردم به صفحه دیدم که دوباره صفحه رو بلاک کردن بر اساس رپورتی که این سپاه سایبری و ساس انجام میده. اینه که الان در این صفحه مربوط به ایشون دارم صحبت میکنم، ولی قصد شخصی بنده اینه که وقتی که حاج آقا حضور ندارم من در صفحه ایشون استفاده نکنم، از وقتی که ایشان حضور داشته باشن احیانا دوربین رو به سمت ایشون بگیرم، اون وقت در صفحه ایشون. بالاخره با این مقدمه، اگر خاطرتان باشد یک موقعی حضرت محمود امجد فرمودند که من میخواهم علیه این حوزه فاسد و مفسد شورش کنم. تعبیری هم که به کار بردم فرمودم اونجا که پیغمبر خدا فرمود انا نظیر العریان، به تبع اون پیغمبر که میدونید نظیر عریان در عصر جاهلیت این بود کسی که خبر بدی رو میخواست بیاره، هشداری و انذاری توش باشه، لباساشو میکن. ما اینقدر نگذاشتم آژیر خطر. پیغمبر خدا فرمود انا نظیر العریان. بابا آخرت هست، قیامت هست، سعادت ابدی هست، شقاوت ابدی هست. پیامبران کارشون انذار و تبشیر بوده و ما ارسلناک الا شاهدا و مبشرا و نذیرا. ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، لذا عالم ربانی که علل ادعا لباس خودش رو و سلوک خودش رو و منش و روش خودش رو در تأثیر به پیغمبر خاتم انجام میده، خب بایستیم ولکن فی رسول الله اسوتون حسن. لذا ایراد نگیرن بر محمود امجد که روزگاری اگر بنا به مصالحی، اونم به خاطر اینکه مفاسد زیاد نشه، یعنی لب میبست ایشون. ایشون میدونید راجب این اهل سیر و سلوک، بنده که همیشه خدمتشون بودم همیشه اینا رو از چشم توی چشمشون بالا نبودم، ولی جلوی افراد هیچ وقت ایشون اظهار نظر عرض کردم منفی راجب احدی نکردم، ولی بالاخره با خواصی که میفهمیدم خبر داشتن که مثلا نظرشون راجع به فلانی چیه، اونم خیلی گذرا و یک جوری که با احتیاط و اینها، و از طرف هم میخواستن که پخش نشه. لذا ایشان همیشه احتیاط میکرد در این که علیه اشخاص و محترمین حرفی ایشون بزنه که خدای نکرده بالاخره بوی رعونت ازش بیاد و اینکه بخواد بگه در طرف تنقیصی هست یا خودشو بهتر از او بدانه، مخاطب ایشان رو بهتر از او بدانه. ایشون همیشه فراری بود از این حرفا. و در ارادت ورزی هم ایشان به علامه طباطبایی بیشترین ارادت رو داشت و بیشترین استفاده های معنوی رو هم ایشان از علامه طباطبایی کرده و هیچ ادعایی هم نداره. یه جا شما ندیدید ایشون بگه سیدنا استاد، یه جا شما ندیدید ایشون بگه که من استادم یا در سیر و سلوک یا در چیزی، اصلا هر چیزی هر تعبیری که ذره المثقال بوی دکانداری یا سوء استفاده یا انا خیر من توش باشه، حالا کسی شاگرد علامه طباطبایی نبوده احساس کنه ایشون چون شاگرد علامه طباطبایی بالاتره بیاد بشینه دو زانه جلویشون تلمذ بکنه، ایشون اصلا توی دستگاه آقای بهاءالدینی و آقای بهجت و علامه طباطبایی اینها رو آموخت که یه جا نگه سیدون هر استاد، یه جا کسب تعریفی نکنه برای خودش.
و هیچ که هم سرسپرده نبوده، اصلا حتی شاگرد هم نبوده، مستفید بوده، چون از در و دیوار استفاده میکرده. کسی که از در و دیوار عالم استفاده بکنه، خب قطعا میگه وقتی ما در محضر علامه طباطبایی نشستیم احساس میکنیم در محضر پیغمبر خدا نشستیم، تمام صفات پیغمبر خدا رو در علامه طباطبایی میدیدیم. مثلا این شروع جای بهجت اینو نمیگه، خیلی برای بهجت مقام کن فیکونی قائله، ولی این تعبیر خاص علامه طباطبایی. برای آیه بهادینی شما میدونید مونده که در آیه بهادینی سرسپرده نبود. ایشان و آیه بهادینی مثل دو تا دوست، مثل دو تا آینه رو در رو بودن. مرید و مرادی هم نبود. آیه بهادینی که علی حرفا نبود، علامه طباطبایی که علی حرفا نبود، آیه بهجت که علی مرید و مرادی نبود. لذا این مردان خدا اخوانن علی سرور متقابلین با هم نشستن مساوی. هم آیه بهادینی از برادر ایمانی خودش استفاده میکرد، هم محمود امجد از برادر ایمانی خودش، هم آقای بهجت، هم محمود امجد، هم علامه طباطبایی، هم محمود امجد. تازه علامه طباطبایی از داریوش شایگان و از حسین نصر و دکتر نصر و از کنم پروفسور هانری کولمن فرانسوی هم چیه استفاده میکرد، چیزی که بر حوزه های گران بود. خدای خوشبخت یه بار تعریض داشت به ایشون، من شنیدم اینو در محضر آیت الله امجد. حوزه الان شما از قول آیت الله، از قول دکتر ابراهیم دینانی عزیز حفظه الله که میگه من با آقای سائنی ما رو مأمور کردم حوزه بریم به ایشون، میگم آقای جلسه تهران شما نرو. میگه اولش سختمون بود آخه استاد ما، آخه چه درخواستیه؟ فشار ارتجاع حوزه ها، چون ایشون میدونه اشتغال به تفسیر داشت و اشتغال به حکمت و فلسفه و این دو امر، دو امر مذموم و مشؤوم بود در حوزه. حتی تفسیر قرآن شوم محسوب میشد، منافی بود با شؤونات مرجعیت و صرافی حوزه. پول نمیرفت سمت کسی که تفسیر قرآن میگه، پول میرفت سمت کسی که فقه و اصول بگه. اون پول هم میده به اصطلاح خودشون خرج اسلام مسلمی میکردن و خرج حوزه میکردن. علامه طباطبایی که اصلا یکی را به دو عالم طلبیده بود، آمده بود دو تا امر مغفولان ام بر زمین مانده و متروک رو که هیچ کس نمیمد به اون به پردازه پرداخت. یکی تفسیر قرآن بود که در حوزه رایج نبود و حتی مشعوم بود، یکی اشتغال به تدریس حکمت و فلسفه. خب حوزه فشار آورده بود که آقا شما این جلسه تهران رو نرو. دو هفته بار مثل که ایشان میرفته تهران، کانری کوربن هم 6 ماه از یک سال رو میمده در تهران که از ایشون استفاده کنه. آقای دینانی میفهمه که بار اول جرأت نکردیم بگیم، یعنی رو ما نشد، نه که جرأت نکردیم، علاوه طباطبایی که یعنی اینا به خودشون یعنی روانه میدونستن که حالا اینقدر دیگه فشار زیاد شد، یک بار دیگه فشار ما رفتیم. خلاصه سائلی گفت من نمیگم، من روم نمیشه. آخرش افتاد گردن آقای دینانی. اینا شما شنیدید از ایشون، محمود امجد ازشون شنیده. آقای طباطبایی پاسخش چی بود؟ گفت فرمود عجب، اینها و این حوزه‌ای که حاشیه علامه طباطبایی جامع معقول و منقول و همه معارف دینی رو یک علامه سائننده نفسه حاشیه ایشان رو بعد بهار مجلسی حاضر نشد بپذیره و چاپ بکنه، که اگر اون حاشیه نگاشته میشد امروز این بهار الانوار همه ازش استفاده میکردن. هر قصد و سمینه دیگه نمیده بچه طلبه مبتدی بره بالای منبر بیان کنه بگه آه بهار الانوار علامه مجلسی. دیدید که الان همه کتابخونه‌ای به اصطلاح طلبه‌ای هم که اهل پوزن این 110 جلد ولی تو سی دی هست، این باید توی کتابخونه‌شون باشه. اون بالا اون 110 جلد اون پشت رنگش هم اخیراً که حوزه دوچار پوزو اینا هم شده، طلبها بالاخره فکر ست بودن هم هستن، رنگ مبلشون و فرششون و اون جلدی که گذاشته میشه توی کتابخونه‌شون باید چه ست باشه. ولی اهل الله که اینا نیستن. مثلا آقای بهادینی شما میاد خونه‌ش میبینی بالا لور اون بالا رو گذاشته، نه کنار دستش یه قرآن بود و نهج البلاغه و مفاتیح.
اگه اون روزم درس فقهی داشتم اون کتاب فقهی که میخواست درس بده، کتابخونه نداشتم واسه خودشون که. خود محمود همجایی که از همینا بود، چند بار کتابخونهشو بخشیده به طلبه ها، هیچ وقت کتاب جمع نکرد. بهار الانوار خریده بود، اومد دیده طلبه نداره، یه هفته بعد بهار الانوار داد به طرف. وسایل شعر خریده بود، یه هفته بعد دو هفته بعد یه طلبه نداره داد بود. هیچ کار، یعنی از بعدم از به تبع ایشون تا حالی کتابخونه ندارم، چون ایشون در جمع کتب نمیکوشه، میگه آقا من کتاب همه کتاب منه. میرفت تو کتابخونه مدرسه فیضیه، روز تو خونه کسی که بهار الانوار داشت، روز تو خونه مونی که وسایل شعر داشت، کتاباش همش پرت و پلا بود. این کتابای اخیرش هم که خونه‌ش پلم کردن، میدونه این کتابخونه این مقدار کتابی هم که داشته هنوز پلم شده است. هیچ وقتشون در جمع کتب و فلان و کتابخونه حالا پوز بده که حالا رنگ بهار الانوارش هم با رنگ نمیدونم فرش و موکت و اینا هم ست باشه، نه. علامه طباطبایی که مجاز نشد، به اجازه داده نشد به ایشان به بهار الانوار، حالا یه جلسه توی تهران یک عده‌ای غیر حوزوی توفیق پیدا کردن از این مرد خدا که محمود امجد میگه وقتی در محضر ایشون بوده تمام صفات پیغمبر در ایشون میدیدیم. میگم اینو وسای بهادین هم نمیگه، این رو برای بهجت هم نمیگه، برای امام خمینی هم نمیگه، با اینکه همینا ارادت داره. آقای دینانی فهمود که آقای با آقای طباطبایی فهمون عجب اینا این جلسه هم بر ما روانه میدارم، به اینا بگید آقا یا من دارم میرم تهران از اینا استفاده کنم، ببینم در دنیا چه حرفایی هست، چه خبرهایی هست. اینم بر بنده روانه میدارید. علامه طباطبایی داره میره تهران، ماشین به ماشین، اتوبوس به اتوبوس، راننده اینا که نبوده که. البته تو کوچه های قم راه میرفت که شسته میشه علامه طباطبایی. تو مشهد هم نماز آقای میلانی صف هفتم هشتم بود، هیچ کسی نمیشه علامه طباطبایی الا خواص مطهری و محمود امجد و آقای جوادی و آقای حسنزاده و اینا که اگه میدونن میدونن علامه طباطبایی. مردم کوچه و بازار نمی‌دونن کی، طلبای حوزه عموما نمی‌دونن، چون طلبای مدی عده‌شون توی بیت‌های شریعت مداری بودن ارتضاق می‌کردن، یه‌دشون توی بیت‌های گلپایگانی بودن ارتضاق می‌کردن، یه‌دشون دوربرای مرعشی بودن ارتضاق می‌کردن. طلبه‌ست دیگه. مثلا اونای دوربر علامه طباطبایی رفتن، چه دینانی، چهانی قربان، چه دکتر نصر، چه محمود امجدها، این‌هایی بودن که می‌خواستن استفاده معنوی از ایشون بکنن. یعنی ایشان رو به لحاظ معنا سائننده نفسه میدیدن. حتی اگه درس تفسیر بهتری هم در کسی دیگه میدیدن درس اونو نمیرفتن. اگه درس ایشون هم میرفتن، نه اینکه برن الفاظ تفسیر رو یاد بگیرن یا الفاظ حکمت رو یاد بگیرن، میرفتن میشستن در محضر مرد خدا حسن حالی پیدا کنن. و شایگان وقتی که به بنده گفت، خدا رحمتش کنه، که من این رو با آقا گفتم، با آیت الله امجد، نگم دیگه آیت الله امجد، محمود امجد، آخه من میگم محمود امجد، میگن آقا چرا پدرتو اینجوری صدا میکنی، میگیم آیت الله امجد، میگن آقای علقا خیلی خوب، میگیم حضرت، میگن آقا حضرت خواست. ببینه چی بگم برش، من نمیدونم. محمود امجد بالاخره پدر بنده است، اینجا وقتی حضور داره من یه آقا هم باید بگم، نه محمود امجد بپذیرید از من، توهینم نیست بهشون. میگم بعدم دیگه با شما قرار بذارم، میگم محمود امجد. تازه ایشون که خودش نامه‌اش این بود هوال محمود، بالای نامه به جای بسم الله تعالی منوش هوال محمود، امضاش هم ناچیز میم الف، الف هم الف نمینوشه، میم یه دونه فقط الف یه حرفی. اون هوال محمود کسی میدید میدونست این میم محمد نیست، مثلا این مهدی نیست، این محموده. محمود هم به خودش نمیگو هوال محمود. همین هم بعدن دید که میتونه اسباب رعونت بشه، این امضا هم گذاشت کنار، گویم مثل داره شبیه شبیه الاحقری میشه که طرف میخواد. اصلا ایشون اینجوری بود. این بود که آی میلانی وقتی که به آیت الله میلانی که اهل معنا بود و علامه طباطبایی، اون موقع محمود امجد جوان بود ها، من حرف چهل چند سال پیشه دارم عرض میکنم خدمتتون، که اصلا بین آی امجد و آی میلانی هم اصلا ملاقاتی رخ نداده بود. ما تابستون رو میرفتیم مشهد، خب سه ماه تقریبا گرمای قم و مشهد بودیم، ما
مشرف بودیم، توفیق داشتیم از برکت ایشون. آقای میلانی اعلی الله مقامه به علامه طباطبایی سلام الله علیه و قدس سره الشریف فرمودو یکی از اونایی که قویه به من معرفی کن، یعنی یکی اونایی که خلاصه توی این سیر و سلوک قویه. آقای طباطبایی میاد، آقای امجد کجا میبینه؟ توی حرم کجا بوده که براخره اونجا با آقای امجد میگه که آقای میلانی دوست داره شما رو ببینه. کل گفتگوه این آقای میلانی دوست شد. آقای امجد میگه من طلبه جوانیم، آقای میلانی حالا از ما چی میخواد بپرسه و چی بگه و چی بگیم و چی مثلا میگم ایشون تو خونه از کوچه بیوتات نمیگذشت. البته آقای میلانی ایشون اهل معنا میدونست، تنها مرجعی که در اون روزگار رو ایشون اهل معنا میدونست آقای امجد بود و آقای میلانی توی مشهد غریب بود، هیچ کس نمیدونست آقای میلانی کی، ولی علامه طباطبایی میدونست، میدونست میلانی کیه، بهجت میدونست میلانی کیه. حالا اون داستانشو میذارم کنار، اینا قبلا هم گفتم. داریوش شایگان یک مطلبی رو به بنده گفت، به آقا گفتم، به داریوش شایگان گفتم که آقا علامه طباطبایی با شما، چون اینا از آیه دینانی با شما نقل کردم که من میرفتم اونجا اینا استفاده کنم، تواضع رو ببینید، حالا این بزرگوار ها واقعا استفاده میکردن از ایشون، نمیگفتن آقای طباطبایی میخواد به ما چیز بگه. آقای شایگان میگفت کربن گوشش سنگین بود، گوشش اینجوری میگرفت، منم ترجمه میکردم، علامه طباطبایی که آروم صحبت میکرد، بعد گفتگوه اینجوری بود، اون به فرانسه صحبت میکرد، ایشون ترجمه میکرد، بعد صحبت های طباطبایی واسه ایشون ترجمه میکرد، اینها این گونه از علامه استفاده میکردن. بعد آقای شایگان به من یه حرفی زد که محمود امجد خیلی عجیب بود واسهش و بعد تایید کرد. ایشان میگفتش که در جلسه با ما خودی تر بود ایشون، ولی به محض اینکه یکی از این آخوندها و ارباب امائن پیدا میشد، یه دوستی های داره اینجا پیغام میذاره میگه فلانی بلندتر صحبت کن، من دیگه دارم داد میزنم نمیدونم صدا اینجا یعنی اینقدر ضعیفه یا اینکه این دوست ما داره سر به سر میگذاره، من حالا کامنتو نمیبندم، شما هم به جای اینکه استماع بکنید و اینها، بالاخره چش انا صدا خوب شد؟ همون دوست عزیزی که های چند بار نوشته که صدا ضعیفه الان صدا خوب شد یا دوستانی ما میگن صدا خوبه الان؟ من دیگه دارم داد میزنم فی الواقع، بلند دارم صحبت میکنم. بله خب الحمدلله میفهمان صدا خوبه، ما میام کامنتار هم نمیبندیم، بعد حواس ما رو اینجوری پرت میکنیم. کجا بودیم؟ آقای شایگان و یه آخوندی که بید از ارباب امائن پیدا میشد، ایشون دیگه صحبت نمیکرد از اون صحبتهایی که با ما میکرد. من اونجا برگشتم تو اون دوره جوانی همون از آقای شایگان بالاخره ارادت داشتیم مرمون کنم، حتی متحری هم با متحری هم اینجوری بود، یعنی اون یا پیش متحری میتونست این حرف رو گفت، نه با متحری هم همینجوری بود و همه آخوندها، و اگه متحری اصلا یه آدم پرگویی بود و با صدای بلند و خیلی حرف میزده اینا متحری، یعنی نسون که متحری نمیشست استفاده کنه، متحری میشست مباحثه بکنه، میدونی که آقای متحری مثلا اعتبارات علامه طباطبایی حمله کرده و که آقای مصباح ادامش حمله به اعتبارات علامه طباطبایی که بهترین مواضع رو در اعتباریات علامه طباطبایی ایمانی متفلسف داره. خب ما اینو واسه آقای امجد گفتیم تا قبل متحریش رو قبول کرد که بله آقای طباطبایی آخر ملاحظاتی داشت، ملاحظه میکرد طلبه ها و آخوندهای بهم مونبس خصوص، ولی حالا یه ذره واسه سخت بود که مثلا متحری هم بعدها یه روزی شما هم گفتش که وقتی دید آقای مصباح داره، یه موقع گفتم این آقای مصباح هم بالاخره شاگرد علامه بوده، چرا باید اینجوری باشه؟ ایشون از کوچه علامه رد نشده. آقای مصباحی که با آقای امجد شما آقای مصباح تا آخرین لحظه عمرش یک کلمه از ایشون شما علیه محمود امجد ندارید بگید،
آقای مصباح اینجوری بود نسبت به آقای امجد، سیمی که زاویه داشته، فاصله داشته، همه موازش و اینها، یک کلام شما از زبان ایشون چیزی در بیارید که علی آقای امجد یه جایی گوشه دارم. آقای خوشوقت چرا بعد از خاتمی و 76 شروع کرد؟ ولی آقای مصباح نه. گفتم آقای مصباح هم بالاخره با علامه آقای ایشون گفت آقای مصباح اصلا از کوچه آقای داگه، آقای مصباح تنها فیلسوف حوزه است ها، تنها متفلسف حوزه بعد از علامه طباطبایی آقای مصباح بوده. حالا اون مواضع سیاسی رو بذارید کنار، کسی قدرت تفلسف داشته که من از خود آقای ملکیان شنیدم یه شب تا صبح با تفلسف تمام مبادی اعتقادی شیعه و مسلمان و فلان و بهمان و از کتاب و سنت و امامت و فلان و نبوت و همه رو هم تا صبح نشستم بحث کردم، دلیل فلسفی برای اثباتش پیدا نکردم. آقای از آقای ملکیان بپرسید، داستانش خیلی جالبه. اینه که من دارم میگم ایشون متفلسفه. آقا گفت ایشون از کوچه آقای طباطبایی رد نشده. کوچه های تواتر رد نشده چی؟ یعنی معنا دیگه. ولی فلسفی که خوبش متفلسف هم که هست، کسی در فیلسوف بودن آقای مصباح که شک نداره. از آقای دینانی شنیدم که میگه آزاد فکر ترین عالم جهان اسلام از بعد به تا امروز علامه طباطبایی. از ایشون آزاد فکر تر نداری که آقای امجد اینو خیلی پسندید، چون آقای امجد هم یه جا گفت از قول طباطبایی، علامه طباطبایی سلام الله علیه، که شیعه نه بنا داره نه مبنا. که اینو وقتی باسی بعضی ها میگفتم تعجب، یعنی چی بنا نه؟ بله ایشون منفتح بود، هیچ توی بحث تفلسف هیچ بنا و مبنایی نمیاد اصلا دیگه. نه خیر، این خط قرمز منه در فکر، خط قرمز. اینه که آقای دینانی میگه میفهمد که آزاد فکر ترین فیلسوف جهان اسلام علامه طباطبایی. به آقای امجد خیلی پسندید این صحبت آقای دینانی رو. بله گفت آقای مصباح ایشون گفتش از کوچه علامه هم رد نشد. اینو در گوشی به بنده گفت. بعد ها گفتم که مطهری چی؟ بالاخره این راجب اعتباریات علامه طباطبایی اومده این پرخاش ها رو کرده و اصلا من. یه جایی اینج شایگان هم که میگن خیلی پرحرف بود و اینا، اهل استفاده نبود و اینا، حتی با ما راحت‌تر بود. اون روز که گفتم هیچی نگم، امروز یه روزی به بعد گفتش که به بنده گفت، ایشون فهمود که آقای مطهری هم نفهمید علامه کیه. این کی گفت آقای امجد؟ وقتی که از قول شایگان گفتم شما بالاخره توی محضر علامه طباطبایی یه چیزی بگید که علامه طباطبایی چگونه بود نزد شما. میدونی شایگان دنبال عرفان‌های شرقی و حتی مرتضی و فلان و اهل الله و اینا میرفت و اینا، به علامه رسیده بود، آرامش پیدا کرده بود. یعنی اونم مثل علامه کسی رو در اهل معنا سراغ نداشت. عرفان‌های سرخپوستی رو رفته بود، بودا و فلان و همه اینا رو شایگان بالاخره سیر آفاق انفس زیاد داشته تو این زمینه ها. به علامه طباطبایی رسیده بود. من با عزتون این کامنت رو قطع بکنم که این ارتش سایبری یه ذره آرامش پیدا بکنه. بله آقای شایگان و آقای طباطبایی اصلا وارد این عالم نشد. اینو الان به دینانی بگید بال در میاره از این صحبت، کمان که محمود امجد هم بال در آورد از شعف این کلام و از شعف این معرفت. اونجا دید شایگان علامه رو شناخته ولی مطهری هم علامه رو نشناخته. حالا تو توقع داشته حوزه بشناسه. خب این مقدمه رو گفتم. محمود امجدی که آقای میلانی از آقای طباطبایی خصوصی میپرسه، یکی از اینایی که میشناسی و خلاصه تو دست و بالته و قویه به ما معرفی کن، که بعد اون ملاقات رخ میده و اینها،
که بعد آقای میلانی حرفایی توی بحث سیر و سلوک با ایشون زده بود و اینها، و اونجا آقا دیده بود که آقای میلانی اهل معناست و جز این مراجع نیست که فاقد معنا، چون ایشون همیشه میگه، میگه باید مرجعیت باید اهل معنا باشه وگرنه خطرناکه. لذا آقای میلانی رو اهل معنا میدونست و الان میشه صراف، میشه همینه که امروز هستن. یا الان بدتر از صرافا دارن میان وسط، اینا که الان دیگه داره این نظام جمهوری اسلامی داره میپرورونه، که اینا دیگه اصلا یه مشته دوال پای بی همه چیزن دارن میشن مرجع واسه شما در امور حتی سیر و سلوکی. این جمهوری اسلامی با پول افن پترودلار و پول نفت، این حکومت جائر فاسد مفسد داره توی همین حوزه پادگانی که یه مشته معمم امنیتی معمم پاسدار رو ریخته پر کرده این حوزه قم رو، این داره با پول افن نفت و پترودلار داره یه مشت معمم بی همه چیز در همه امور داره واسه شما تولید انبوه میکنه. آیت الله دکتر فلان و استاد حوزه و دانشگاه و حتی تو سیر سلوکی ها. حالا میخوام برسم به اینجا، پناه بر خدا. و یه محمود امجد میاد میگه که من میخوام علیه این حوزه فاسد و مفسد قیام بکنم، یه عده بعدش هم گفتن ایشون فرمان جهاد علیه حکومت داده. اصلا ایشون اصلا اسم حکومت رو نبرد وسط، داره میگه شما حوزه فاسدید که این حکومت فاسده، شما فاسدید که خامنه‌ای شد جائر، شد جبار، شد ناپاسخگو، شما فاسدها، شما ملأ فرعون بودید که فرعون رو کردید فرعون، شما فاسد مفسد هایی که محمود امجد میگه من حاضر بودم جانم رو بدم، مالم رو ببخشم، همه وجودم رو وقف کسی بکنم که دانشگاه و دبیرستان رو ول بکنه بیا طلبه بشه، از پیش از انقلاب تا بعد از انقلاب تا دوره امام کار رو به جایی رساندن این جباران و این از ما بهتران بی همه چیز و حاکم و ناپاسخگو و فاسد و مفسد، که دانشجوی دوره فوق لیسانس و دکترا بر اساس ارادتی که به محمود امجد داشت و توی مدارس محمود امجد میخواست بیاد بره شبیه محمود امجد بشه، مثلا بره حوزه، طرف فوق لیسانس فیزیک دکتره فیزیک داشت بده داشت توی دانشگاه مثلا صنعتی، میخواست یه دفعه ول کنه بره حوزه، میومد با امجد مشورت کنه، اینجا بود امجد قاعدتا چه استقبال بکنه دیگه، ایشون گفت مبادا نه، همون درس خودت ادامه تو دانشگاه. گفت نه میخوام برم دین. گفت نه دین همینه که اونجا داری چیز میکنی. بعد من با آقا میگفتم که آقا شما که یه موقع اینجوری حتی نذاشتی من برم دانشگاه، من میدونی فقط بر اساس خواست پدرم نرفتم، حتی بعد از انقلابم، چون پدرم دوست نداره من یک دانشگاهی باشم، عشق به ایشون باعث شد که من حتی دکترا نخواستم بگیرم از این دانشگاه، حتی نرفتم بشم استاد معارف حوزه و دانشگاه و فلان و بهمان لقبای اینجوری، چون پدر من همین قلندری رو دوست داره و الان همش داره دعا میکنه، میگه اون وستن اتوکل نفسی الان مال منه، خطاب بنده اینجوری میگه. حالا من که قابل نیستم، یه علاقه مزغی رو ایشون میخواد ذره پروری کنه که اینکه بلکه ما هم یه چیزی گیرمون بیاد انشاءالله به دعای شما. بله. این محمود امجد دارم میگه آقا شما چرا مانه میشین این جوان یه حالی بهش دست داده؟ میگه بذارمش بری گیره کدوم گرگ بیفته توی قم، تعبیر رو داشته باشید، به خط زر بنویسید بالای سرتون شما مؤمن شهروندان بگذارید، چه طلبه چه دانشگاهی. میگه من اینو بفرستم گیره کدوم گرگ بیفته؟ همشون گرگن، همشون اهل دنیا، حتی اون سیر و سلوکی هاشون. ما اون وقتای آی طباطبایی رو داشتیم، آی بهجت رو داشتیم، آی بهاءالدینی رو داشتیم، بعد توی طبقات پایین‌تر آسد حسین فاطمی قمی رو داشتیم، درس اخلاق بودن آی گلپایگانی، دیگران میشستن پای درس اخلاقش همین حرفای عادی رو میزد، زار زار گریه میکردن بالای منبر، میگفتش خدایا به جدم 70 سال خرم، از این خریت منو نجات بده، آقای گلپایگانی و دیگران، ما تو طلبه جواب بودیم جای خود داشت، بزرگان حوزه میشستن پای درس استاد حسین فاطمی که از شاگردای امیر جواد آقای ملکی بوده،
گریه میکردیم همه، حسن حالی به ما دست میده. آی گل بایگانی دیگر ها، ما که دیگه جای خود داره، اونا وقتی گریه میکنن ما هم به گریه اونا باید گریه میکردیم. بالای منبر میگم 80 سال خرم، به جدم 80 سال خرم، خدای من آخریت. ببینید این تواضع اینه که یه بار من خدمت شما عرض کردم، کسی اصلا توی قوم بگه من استاد اخلاقم، من استاد سیر و سلوکم، بدون ابلیسه طبق همون معیاری که ما از همین آموختیم. کسی خودش استاد اخلاق بدونه بدون ابلیسه. آستوسین فاطمی که خودش استاد اخلاق نمیدونست که، بابا خود ما که طلبه بودیم. روز چهارشنبه که فردا و پس فرداش تعطیل بودیم، پنجشنبه جو تعطیل بودیم، یه رو به آخر درس استاد ما هر کسی بود، حالا اسمی برام خیلیشون هم معلوم شده، یه روایت اخلاقی رو میخون، خودش گریه میکرد ما طلبه هم گریه میکردیم. نمیگم من میخوام درس اخلاق بدم. بعدا اومدم توی قوم، مدم همون ایامی که قوم بودم راجب حقوق بشر کار میکردم، تابلو بیلبورد میزنن فلانی استاد اخلاق. الان تو آیه امجد هم همینجوری فلانی استاد اخلاق و عرفان. اصلا میدونه که ایشون اینا اهل الله، اصلا این علقا بیزارن دیگه. من نمیدونم به شما استاد ایشون، اگه من بارها خدمتتون گفتم بنده الان احساس میکنم ایشون استاد اخلاق بنده، خودشو استاد اخلاق بنده و فرزند بنده میدونه، یا نه اصلا استاد اخلاق و فرزند بنده میدونه. از چشم بنده میفته بر اساس معیاری که خودش یاد گرفتم. یعنی معیار دستمه که اگر ایشون یه لحظه خودشو استاد اخلاق و فرزند بنده بدونه، من دیگه پشت سرش دور کرد نماز نخونم، از خودش یاد گرفتم این معیارا رو. اینه که الان به من اهم میفهم راجع به این عرصه رسول بیاسو. و حالا اینا مقدمات رو داشته باشید. از زمان امام که امام آمد و رفت بالای سر قبر امیرزاده آقای ملکی و این کتاب لقاء الله امیرزاده آقا افتاد تو دست عرفان مطرح شد توی جوونا، همه شون کتاب میگرفتن دستشون رو بر اساس اون نمیدونم آجیل نخورید و نمیدونم دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیرید. سه چهار جامعه امجد اون موقع که نماینده امام در غرب کشور بود، وقتی میدید توی این سپاهی ها و اینا این عرفا گوه آقا بذارید کنار این کارا رو. بعد من گفتم چرا؟ میگفتش آقا اینا کج بار میان، هر کسی میفته توی این حوزه. بابا اونا آمیش زواده های ملکی چه واسه خودش نوشته، واسه کسی مثل خودشه. بلا این روزه میگیره فلان میکنه، بعد ظلم به زنش میکنه، بعد فردا کشف و کرامت هم از سر میزنه، نمیفهمه ظالمه، یک دکاندار میشه بدون که بفهمه، چون استاد نیست که بهش بفهمونه. آخه علامه طباطبایی به اون مقامات رسیده، استاد بهش میگه آقا وقتی ذکر یونسی رو میگی اگر یک مکاشفه ای رخ داد اعتنا نکن. که اون ببینید مرحوم لاله‌زاری اسمام حسین تهرانی توی کتابش آورده دیگه، توجه نکن، از ذکر دست نکش. و من میخوام مثل مرتضای هندی ریاضت واسه چی میکشن؟ خیلی گشت رفت تو تحقیق کرد، طرف ریاضت میکشه 40 سال که بعد نمیدونم یه ساختمون گیرش بیاد، یه گاو گیرش بیاد شیر بده، از شیر اونم نمیدونم بفروشه چه کار بکنه، دو تا گاو گیرش بیاد. بله و میره رو آتش هم را میره، رو هوا هم را میره، چه میدونم رو آب را میره، رو هوا میپره. که میگه آقای امجد میگه پیش علامه طباطبایی اومدن گفتن که آقا ما رفتیم مرتضای هندی رو اینجوری دیدیم، این همه کشف و کرامات هم ازشون دیدیم، چگونه میشه یه مرتضی که نه دین و آیین و هیچی نداره با این ریاضتایی که اصلا توی شهر ما هم نیست، مدفوع رو نمیدونم چیز بکنه، کفش رو سر و صورت خودش بریزه و فلان کنه، این چیزایی بالاخره برید یه شهری هست در هند تمام مرتضا رو اونجا اینجوری تعلیم میدن. برای این عالمی که رفته بود اونها دیده و تعجب بود، سوال بود، اینو آقای امجد شنیده که علامه طباطبایی بله با همین ریاضت ها هم میشود تصرف در طبیعت پیدا کرد. یعنی اصلا پیش علامه طباطبایی این چیزا اصلا اینه که محمود امجد در خانه دکتر معصومی، دکتر ناصر معصومی استاد دانشکده فنی برق و جماعت و همه اساتید دانشکده فنی دانشگاه دیگه که عضو هیئت علمی بودن و در منزل ایشون جمع می‌شدن چهارشنبه‌ها و در ایامی که احمدی‌نژاد به قدرت رسید و این حرفا زیاد شده بود و جنگیرا مدادن وسط و استخاره بگیرا و مثل شمشیری کارش گرفته بود و عباس خفاری جنگی کارش گرفته بود و این اهل کشف و شهود زیاد شده بودن و اینا، اون موقع که این حرفا مرسوم بود آقای امجد رو من دیدم اونجا در همون جنگ و والله اشاره کرد به پنجره بالای سرش، چون زیر زمین بود خونه، یه پنجره کوچی، گفت والله 1,000,000 نفر اینجا بیان تماشا بکنن، یک کسی داره تو آسمان میپره، والله من سرمو بر نمیگردونم ببینم
این داره تو آسمان میپره یا نه، ولی یه میلیون نفر جمع بشن. چرا؟ چون میدونم ابلیسه. بله تو اگه هم کرامت داری چرا همه ببینن تو آسمان داری میپری؟ بزرگان ما نبودن که بیرون آب دهنمون شفاست و سر سوسکت میکنم و تو رو چیکار میکنم و فلان خوابو دیدم و این حرفا نبوده. تازه این حرفا همش مال دکاندارا بوده. دکانداره که محمود امجد همه اینا میشناخت. به قول آقای فاطمی نام گفت نفسشناسه توی مسیر سلوک الله. میشناسه اشخاص رو. و این داره به جواب میگه که آقا من نه تو همون دانشگاه خودت ادامه نرو توی حوزه. به منم داره میگه بره بیفته گیر کدوم گرگ؟ گرگ. گرگ هم تازه نه این گرگ از باب تشبیه داره میگه. بلا این گرگ کنار آقای بهادینی هم میشینه. نه ضرری از آقای بهادینی به اون میرسه، نه ضرری از آقای بهادینی دیگران میرسه. گرد به اصلا تشبیهه، چون خودش الان برتر از گرد میدونه، اولیاء الله میدونه، یه نه توی گرگی دنبالش دریدنی، دنبال خوردنی، دنبال دنیایی، جاه طلبی، دنبال یه نجاستی هستی که تمام مباهات عالم رو بر خودت حرام کردی برای نجاست ریاست که جات قعر جهنمه و اهل جهنم از وجود توی آخوند متعفن جاه طلب برا اهل سیر و سرود از تو فراری هم. اینا بوده، این تعالیم بوده از علامه طباطبایی به خواص رسیده. خب ایشون ناراحت بود که زمان امام این رساله قاله، حتی این حرفانم توی سپاهیانه نمیذاشته باش، اون که مسئولیتی داشت نمیذاشته باش بدون کنه، تاییدم نمیکرد. همون موقع بعدها معلوم شد سپاهی ها سراغ یه سید متوهمی میرفتن در قم که میگو جنگ من اداره میکنم و من هر جا پیروز میشد جنگ میگفتم میگو من اراده کردم پیروز شد، هر جا شکست میگو من نگذاشتم پیروز بشی. یه مشتم این سرداران سپاه هم مورید این شدون، حالا که حاجه های امجد اینو از قبل میشناخت، آقای خوشبخت هم از همون ایام اینو میشناخت، به خود من گفت، گفت انقدر این اهلیلش قوه باه درش قوی بود و اصلا کل کراماتش توی همون کمر به پایینش بود. آقای خوشبخت به خود بنده گفت. حالا الان هر کسی میخواد ببره اینو برداره چیز بکنه من کار ندارم، ها مطلب صدر و ذیل داره، مسخره نکنه کسی حرفا رو. گفت اون زمان 40 تومن آمپول تأخیر کننده میخرید که بتوانن 8 ساعت 9 ساعت چیه با مرید مریده. توسه جوانیاش یادم و با آقا گفتن وقتی با آقا موقع یه سید متوهمه برای یه سری چیزان به اصطلاح کراماتی از خودش دیده و اینها متوهمه. این متوهم بعد از انقلاب شد محل رجوع سرداران سپاه برای اداره جنگ، که حتی صیاد شیرازی هم یکی اینو بود به این مراجعه میکرد که اون هم نجات پیدا کرد. ما دیگه سمت های بهادینی. حالا آقا ناراحت بود از چی؟ اینو که میگم سید متوهمه، از پیش از انقلاب میشناختنش، خوشبختم که از اون وقت میشناختش. اصلا آقای الان میخوام برسم به اینکه آقا اصلا آقای خوشبخت رو ترویج میکرد، چون اینا رو میکوبید و خوشبختم در مقامی بود به لحاظ معنویت که میتوانست بکوبه. امجد حالا دهنش بسته بود نمیخواست حرف بزنه فلان، ولی خوشبخت صریح بود، منتها صریحش هم در گوشی بود همش. این که شما الان این حرفا رو از خوشبخت میدونید، آقای مشکل آقای خوشبخت نبود که همه حرفا رو در گوشی به شخص گفته، خواسته نبود مواقف و به عنوان الموقف و سلاح بیاد وسط حرف بزنه، که خب همین هم باعث شد که محل سوء استفاده این نظامی ها و امنیتی ها شد و همین نقیصش. بلا خوشوقت رو آقا اون وقت میگه من تعویض میکرد پیش از انقلاب، میگه چون این اهل سیر و سلوک رو چیه؟ مثل این یاری که 40 تومن اون موقع 40 تومن میداده آمپول تأخیر کننده، و این آدم بعد از انقلاب در زمان امام که حالا شده محل رجوع فلان و بهمان، این به حکم امام و دادگاه ویژه و فلان و بهمان و اینها، چون توی قم خیلی کارهایی کرد، یه نفر رفت شکایت کرد علیهش و خلاصه داست با ترس و لرز دادگاه ویژه هم جرئت نکرد تا امامش هم مثلا برداره، تبدیل کردن به قائن. قائن بعدا من شنیدم علی کس آورن تو مشهد که مثلا با آقای خامنه هم یه نواقری ملاقاتی کرد و کتاب منهاج نمیدونم سالکی نوشته و جای فاطمه به من گفتش که محمد
این کتاب رو دیدید شما چون میخواید دونه ندارا بودم بله این شرح کرامات فلانشه از این طریق سیر و سلوک کرده آقا آقای فاطمینا روده باشد از خنده چون میدونید این جواب جواب آقاست حتی از آقا هم از آقای بهجت هم راجبین آدم حرف داشت من تو اینا نمیگفت ولی خوشبخت میگفت مثلا به خود من اینو گفت حالا با آقا نرفت به خود من اینو گفت آقا میگه من اگه خوشبخت و ترویج میکردم بین این طلبه ها که الان آقای تحریری شدیدم آقای تحریری میدونه از خوبان ها تولیت مرسه مربی یه اوم با هم رفت آمده یعنی داشتی به ما هم خیلی عنایت داشته محبت داشته به آقا خیلی ارادت داشته حالا بالاخره دنیاست یا میتواند قلوبه هم معاکس و یفه هم علک باشه بالاخره تولیت رو به کسی باید بدن که بالاخره باب مزاجگویی بکنه دیگه آقا حاکم جائر وقتی این حرفا رو میخواد اداره اطلاعات وقتی این حرفا رو میخواد اداره امنیت وقتی این حرفا رو میخواد حالا چه کار کنه امجد هم که دست امیرا رو باز گذاشتید میدونید امجد رو در سیر و سلوک الی الله خیره و معمول و شره و معمول میدونن حتی همین آقای امجد داره این تحریر رو دفاع میکنه دعا میکنه دفاع نه دعا میکنه آره عمه الان یه ویدیوی ازشون گذاشتن آقای اکبرین خود سلامتش بداره سخنهای ماندگار داره میگه آقا من همه مردم عالم رو دعا میکنم برای سلامت جسم و جان همه عالم دعا میکنم اینه که اینها معمولن در ایمنن ایمن هستن از شر حتی نفرینشون دعا میکنه نفرین که اصلا معاذن دار خب حکومت هم که اینو میخواد حالا چرا ایشون به خاطر تولیت مرسه مرمی حرفا رو نزنه بسن ولی وظیفه بنده هست وقتی ایشون من دستور میده برای اینکه راه رو از شاه به شما نشون بدم به شما جوانایی که چه تو حوزه چه توی دانشگاه میخواید برید توی قم آخرش گیر یکی از این گرگا بیفتید گرگ چون خودش هم نمیدونه که گرگه اهل الله حقیقی میفهمه این گرگه چون میفهمه حب به جاه چیه اصلا خودش نمیدونه حب به جاه داره خیال میکنه داره تمام مباهات عالم رو به خودش حرام کرده به خاطر خدا حرام کرده رضا این کراماتی هم که پیدا میکنه ولی محمود امجد میگه اینا شیطانه همش حالیت نیست چون دست تو دست استاد کامل نبوده محمود امجد در سیر و سلوک الالله این که اجازه حتی الان کسی اجازه سیر و سلوکی بخواد بگه آقا میخوام بشم برم توی تهذیب نفس اینا اجازه بهش نمیده میگه آقا همین که آقای بهجت گفته حلال و حرام واجب و حرام اینو عمل بکنه تو مستحبات هم عمل نکنی به الالله میرسی همیشه حرفای بحثت به عنوان یه معیار گفته برای همه اینا که می‌خواستم بدن توی سیر و سلوک همه اینا که می‌خواستم اینا علامه طباطبایی چجوری از آستر آقای قاضی نه میگه آستر آقای قاضی بوده ایشون هم دستش الان کسی نیست که من شما بیفتی را بیفتی را یه کرامتی می‌بینه در خودت ابلیسه مکاشفات می‌بینی ابلیسیه استاد نداری که بگی آقا ادامه نده تا این ابلیس ازت دفع بشه تا این مکاشفات ابلیسی ازت دفع بشه گرفتار نشی چون استاد نیست ایشون میگه اصلا نمیخواد بری تو این سر و سلوک خودش هم نرفته خودش با اینکه استاده مثل علامه طباطبایی نرفته از علامه زکی یونسه بگیره نرفته از کاری بوده زکشایی بوده که طرف میخواسته تشرف به امام زمان پیدا بکنه خیلی هم نرفتن استاد پیدا میکرد ایشون حتی اونم نرفته حتی هوا این که میگم سوانه نفس باید هوای مقدس هم نداشته باشه میخوام یه خدمت امام زمان رسی که چی؟ آقای بچه هم همینو بهش گفته بود بود برسی خدمت امام زمان که چی بشه؟ چی میخوایم بگیم؟ به معنی از این الان من در خدمت امام زمان رسم چه در خواب چه بیداری خب بالاخره آدم ها دور من جمع میشن دیگه و نمیفهمم اونا اون آدمای خوبی دور من جمع میشن. منتها من عوضی میفهمم شیطان سواره. شیطان سواره. اینم از اینکه شیطان سوار میشه توی سیر و سلوک که اصلا نمیخواد سیر و سلوک بکنه. اونم یکی از اینایی که زاهد بود و اینا آشخلی آقای پهلوانی بود که بعداً فامیلی خودش هم عوض کرد که سعادت پرور. سارم فرزند ایشون تو مدرسه مسخرهش کرده بودن، نمیدونم بهش گفتن پهلوان پنبه پرچون لاغر بوده و اینا، فامیلیش پهلوانی بوده. بهش میگفتن پهلوان پنبه ایشون بچه رو دارن مسخره میکنن رفته بود فامیلیش هم عوض کرده که کار خوبی هم نیست فامیلیش آشغالی پهلوانی بود دیگه
ما هم همه به اسمان به عنوان آشخلقای پهلوان. آدم زاهدی هم بود، آدم درستی هم بود. خب ایشون هم یکی از اونایی بود که چی زاهد بود و زهد می‌ورزید و پدر بنده هم نسبت به ایشون همیشه احترام، ایشون هم نسبت به پدر احترام و سکوت. زمین که مسیر ایشون رو ایشون میدونید مقیاسش همیشه علامه طباطبایی و بهاءالدینی بود. حتی آی بهجت هم نبود ها در زهد. علامه طباطبایی آی بهاءالدینی که سیگارش هم میکشید. حالا آقای مذهب یه سیگار هم نکشیده یه روزی. بله میگم آقای مذهب چیز ذهنشون خیلی بالاست. همشون هم اخوانن علی سرور متقابلی تو قلبشون حضور دارن. خب آشخالقا بود و یه دم دوره برش بودن. دوره اما که زنی حرفا زیاد شد و اینا. خب اطلاعات بر اساس سابقه که از ساواک داشت تمام اون کیسای آخوندی رو زیر نظر داشت. من جمله اینایی که چی؟ یک زاویه با حکومت داشتن ولی سیر و سلوکی باشن، اهل ذکر و اینا باشن، امام زمانی باشن، منتظر فرج باشن. مثلا اطلاع توی هر کدوم از این جمعهای این چنین هم میرفت دخالت میکرد، یعنی آدم میگذاشون از بین طلبه هم میگذاشت، نفوذی میداد. براخره از صبح یاد گرفته بود دیگه. من بارها هم عرض کردم خدمت شما نظام فعلی تمام سیئات رژیم گذشته رو به ارث برد و یکی از فضیلت‌های رژیم گذشته رو به ارث نبرد، چون خودش رو برتر میدونست، خودش قوم برتر میدونست. قوه قضاییه درست کار رژیم گذشته رو به ارث نبرد، به نام قوه قضاییه اسلام. اومد قوه قضاییه رو نابود کرد به نام اسلام، دایره اعدام‌ها رو گسترده کرد به نام اسلام. در رژیم گذشته جرایمی که منجر به اعدام میشد خیلی کم بود، اینا صدها برابرش کردن. یه عنوان مفسد فلرز آوردن وسط که با عنوان مفسد فلرز نمیتونن 1,000,000 نفر رو اعدام بکنن یه شبه. بعدا هم میگن آقا به حکم الهی فلانی و فلانی. خاک بر سرشون، خفت موازینو. دوچار خزی در دنیا و آخرت شدن اینایی که این حرفا رو میزنن، برای خودشون هنوز نفهمیدن. آشغالقای پهلوان یه عده دور برش بودن و اینا که دور بر آشغالقای پهلوان ها جای همزه یه دعا استماتی داشت توی قوم، نه سیر و سلوک و نه شاگرد و نه فلان نه درس و هیچ، یه دعا استماتی داشت از آستلقای قاضی که به این دعا استمات مقید بود. تازه این دعا استمات هم اومده بودن میگفتن که آقا این سند نداره، فلان نداره، بهمان نداره، این نمیدونم اسرائیلیات فلانه، ولی آقای همزه یه دعا استماتی داشت، دنبال سندش هم نبود، چون آستلقای قاضی به این دعا استمات خیلی اعتقاد داشته و حاجات میگرفته. یه دعای سماتی داشت همه مقدسین و غیر مقدسین و تیر و ترکش خورده های دادگاه ویژه و همه متظلمین و همه نه که حاج آقا رو میدونید که من بارها گفتم بیت ایشون باز بود، هم به روی عاشق امام هم به روی دشمنان امام. ایشون اصلا بحثش این حرفا نبود، ایشون همیشه عامل بحث بود، همیشه صلح کل بود، همیشه دنبال مظلوم بود، همیشه دنبال ستم. ببینید امروز راجع به روح الله عزم چقدر همین کارا رو واسه هم وقت دادگاه ویژه یا میکرد، همین کارا واسه کسانی به نام منافق و مجاهد خلق و فدای خلق و پیکاران هر کدوم پدر مادرشون میدن ایشون آبروی میتونه سیز بکنه که این بیاد مرخصی بگیره، فعلا میرن این کارا رو میکرد واسهشون، آزاد بشن نمیدونم ریس عف بشن، همین کارا رو میکرد. حتی دادگاه ویژه‌ای که به طرف به نام ساواکی و به نام فلان بهمان خلاصو ایشون میدن لباساشون برگردونه به این کارا رو میکرد. لذا یه دعای سماد داشت که یه بار حتی یک خل لباس شده محترم دادگاه ویژه که از دوستان آقا بود در کرمانشاه و به ناحق هم واقعا سعی انقلابیون اومدن خونه نشینش کردن و توی قوم بود و بدون لباس بود، این دعای سماد اون اومد اون روز عمر خوشوقت خونه ما بود. آقا خیلی به این که خل لباس شده بهتر احترام بیشتر گذاشت، مثلا از آیت الله سبت و شیخ مثلا بود، چون چه شیخ به خاطر حدیث داشت فلان و نوه شیخ انصاری اینها، مثلا ایشون هم اگه بود احترام برای اون مظلوم یا اون کسی که دیوار کوتاه شده یا اینکه اون از چشمه اون به اون بیشتر احترام میذاشت. اگه واسه همه تا دم در میاد تو اون تو دم در حیات رفت مثلا. آقای خوشوقت در اونجا با اینکه این آقا رو میشناخت فقط به حکم اینکه دادگاه ویژه به ظلمونم عمامه رایشون برگرفته بودشون بدون عمامه با یه عبای و یه چیز اومده با یه عرقچین. آقای خوشوقت به این اعتنا نکرد. اونجا اولین شکاف در ذهن حاج آقا نسبت به آقای خوشوقت. میگم ایشون اهل حرف زدن نبود، من همونجا فهمیدم. بعد از دعای صبح ما گفت این کارهای خوشوقت با ایشون خوب نبود. من خیلی ناراحتم. به بنده که اصلا هر وقت من خواستم علی آقای خوشوقت حرف بزنم حاضر نبود گوش بده.
چون من هیچ وقت با خوشوقت ارادت نداشتم. ارادت اینجوری ها، ارادت سیر و سلوکی منظورمه، لایشون رو فهمیده تر از در امور اجتماعی، حتی فهمیده تر از پدر خودم میدرستم، چون اطلاعات زیاد بود، حرف زیاد داشت. مثلا بالاخره چیز وقتی راجع به اون سید حسین نگاهینی که کل کراماتش رو مثلا اگه حرف رو میزدیش، حتی نقد آقای بهجت، آقای خوشبخت خیلی آزاد بود، پدر بنده رو جای بهجت آزاد نبود یه چیزی کوچیک، ولی آقای خوشبخت نه اینجوری. زای خوشبخت آدم فهمیده‌ای بود، یه آدم شجاع، یعنی آدم نترسی بود در اظهار نترس درونی ها. امجد ترس درونی داشت از اینکه علیه حتی همون سید حسین حرف بزنه. یه جا دهنش لبش میترکید یه چیزی میگفت به خاطر اینکه یه مظلومی، یک شیخ مظلومی دختر 12 سالش اون حامله کرده بود و دستش رفت به دادگاه ویژه کجا فلان، حتی رفت سراغ آمیرز اسماعیل دولابی. اینا آمیرز اسماعیل دولابی شنیدم گفته بود که نه سادات نمیدونم از اون شما کجا میگه این کاری کرده، سادات از اون ور خیابون رد بشن روایت داریم اون ور خیابون طرف حامله بشه از این اکسرا. میدونه که همون آمیرز اسماعیل دولابی نزدیک 500 600 نفر تو خونه مرتضی نبوی روزنامه رسالت، مثلا من شنیدم 200 300 نفر از این رجال مملکت و اینا همه مریدش بودن. این بود دیگه، یعنی این فضا اینجوری شد. تو این فضا یه محمود ابجد بود، یه گوشه‌ای بود، تو هیچ کدوم این مجالس شرکت نمی‌کرد. برای همه اینا که توی این مجالس‌ها شرکت می‌کردن، محمود ابجد رو به عنوان نبض شناس بعضی‌هاشون شناسایی کرده بودن، می‌اومدن یه چیزی می‌گفتن به ایشان که از ایشان هم یه چیزی بشنوم. ایشون با همه احتیاطات یه جای لب ترکوند، اونجایی که لب ترکونده من دارم خدمت شما دارم میگم. چون امروز دارم با یه تحریری منم که من چند ماه پیشه برای کسی از دوستان فرستاد گفت شما بالاخره پاسخ داده نشد و اینا، با آجای امجد هم این موقع میخواسته راجع به این سیر اصولی که حرف بزنه، پیشنهاد دادن خود آجا هم استقبال کرد و من صحبت کنم. ایشان میگه آقای امجد که سرسپرده خوشبخت بودن. من این کلمه رو عرض کردم، ایشون بیاد فحش بده، آقا دعاش میکنه. این سرسپرده هم بر بنده گران آمد، طبیعتاً هم از آیه تحریری، ایشون با ارادتی که ایشون به آیه تحریری داره و ایشون هم خودش شاگرد آشغالبای پهلوان میدونه، حتی خودش الان صاحب یک سیر و سلوک اینا میدونه، ما به تبع آشغالی آقای پهلوان از علامه طباطبایی به تبع علامه طباطبایی از آستانه آقای قاضی داریم دستگیری میکنیم و سیر و سلوک انجام میدیم و شما رو به سمت الله داریم سوق میدیم و استاد هستیم و چه میدونم شاگرد پروری میکنیم و اینا. یه کلمه سرسپرده ایشون، این رو من بر آی تحریری عزیزم نمیبخشم، بیا تصحیح بکنه. تمام اینه که با محمود امجد سر کار داشتن، سرسپرده ایشون احدی نبوده، ایشون سرسپرده بهجت نبوده، سرسپرده خمینی نبوده، ولی الان توی جناح چپ که الان باید یه رئیس فلان میشد، امام میشد، رئیس قوه میشد، چی میشد، فلان میشد، مرجع میشد، این میشد. ایشون سرسپرده خمینی نبوده، سرسپرده علامه طباطبایی نبوده، سرسپرده میلانی نبوده، سرسپرده بهجت نبوده، سرسپرده بهاءالدین نبوده، و سرسپرده خوشبخت بشه. خوشبختی که دارم میگم تو دعای سماعتش که همون وقتا آقای تحریری دیگران تو همین دعای سماعت شرکت میکردن. آقای تحریری پدرش از خود محمود امجد چهرم 9 سال در بس، پدرش از محترمین تهران بوده، اونم شاگردایی داشته تو همین معانی هم بوده، زهد و تقوا و دستگیری و آج آقا از آقای خوشبخت تو دلش گله داشت که 9 سال وقتی اینا میبندن پیش آقا میرفتن به من میگفتش که آقای تحریری کردم، مثلا حتی پیش این آقای تحریری جا خوشبخت چیز منفی نمیگفت، ولی وقتی میره میگو الان پدر اینا 9 سال توی جا بوده، آقای خوشبخت یه بار از این آقای تحریری احوال نپرسه یه سلام برسون. آقای خوشبخت اینجوری بود، آقای خوشبخت با کسی بود دروایسی نداشت، آقای تحریری هم دنبالش میرفتن نمی... وقتی پدرشون رو قبول نداشت توی اون مسائل، ولی پدرشون جزو محترمین و منزهین و اینا بوده، ولی آقای خوشبخت یه الگوی توی ذهنش بود توی اون الگوی. اینه که ما الان تعجب میمیم آقای خوشبخت، دارم با آقا میگم یا این آقای خوشبختی که همه اینا رو بهش انتقاد داد، چطور این میاد خامنه ای رو یه دفعه ترجیح میده بر همه، حتی بر امام؟ لذا من اینجا گفتم یه اشکالی باید تو کار ایشون باشه. حالا آقا نمیپذیرفته فلان، آقا همش توجیه میگه تا اینکه خورد به 76 و فلان و بهمان، که من گفت برو با تا گاو و ماهی برو با خوشبخت بحث کنه که اونجا بعد تو خونهشون روشن شد و بعدش هم صدیقی و دیگران و اینا شروع کردن با آقا موضع پیدا کردن به خاطر خوشبخت.
اتفاقا از وقتی که خوشوقت آقا رو ترک کرد خودش ترد شد، از چشم اهل الله هم افتاد، از چشم اونایی که حتی آقا مروجشون بود پیش اونا و اونا بر حسب آقا خیال، مثلا آقای گلپایگانی، استاد آقای گلپایگانی بر اساس تعریفای آقا از خوشوقت اینا میترسید مثلا همونجا راجع به بهجت حرف بزنه، راجع به خوشوقت هم حرف بزنه. وقتی که این قضایا رخ داد به من گفت احور هیچی نداره محمد. حالا اون بنده خدا که پله بالاتره گویی آی هرشم جای بهجت اینا میگه بی خود میگه، همه اینا که اینا جای بهجت میگه خودش داره. آستله های گل پایگانی جلوی بنده آقا تو تخت بود، رو تخت بود، میگه این اراده کنه الان من از بیماری بلندشم بلند میشه. تو داستان چه قبلا واسه تو بود اونجا آقا تغییر کرد با آستله های گل پایگانی، گفت اگر اینجور باشه اون وقت هرچم راجبه حاج آقا جمال گل پایگانی گفته میشه پس حاج آقا جمال گل پایگانی یه گذر بود در حد بهجت و اینا بود دیگه. بنده خدا آقای گل پایگانی یک تکانی خورد و یک سکوت معنیداری کرد و یک معنادار ارادت ورزانه ها، یعنی یک خوفی از نایه محمود امجد تو دلش افتاد که رجای بهجت این حرف رو زده، چرا اصلا ندامتی هم توی دلش، ولی میخوام بگم یعنی احترام کرد، یعنی پذیرفت حرفش. ما اگه بخواد بگی بخواد اینجوری بحث بکنیم که خب هرچند راجع حاج آقا جمال گلپایگانی و عرفای دیگه و نمیدونم استله های قاضی اینا همش بس کشک. یه فیلم دیدم اخیرا از آقای گلپایگانی با آقای بهجت، بنده خدا رفته اونجا التماسنامه بگیره که آقای بهجت اونجا داره میگه این کار، خدا آقا خندش گرفت. گفتم اگه این فیلمو دیده بودم میدونستم تازه اون روز آقای گلپایگانی داره چی میگه، این تندی رو حداقل بهش نمیکردم. آقای بهجت تعبیر نگرفته بود دیگه، ولی امجد چی گفت اونجا؟ هرچی من بهش گفتم آقا تو میتونی این کارو بکنی، اومد این بیرون گفتش خدا دوستش داشته میخواد منقطعش کنه از خلق، داره پاک میبرش. سید علی گلپایگانی که داره جو آقای حرف میزنه خدا دوستش داشته، من خدای گلپایگان گفت من در دستگاه خدا بی تفاوتم. اینجا آقای گلپایگان سکوت کرد و به عظمت این مرد رسید، چون این اون مقاماتی است که آخر سیر و سلوکه، در دستگاه خدا میشن بی‌تفاوت. اینه که ایشون بارها شده میگه شیخ جعفر آقای مجتهدی، شیخ جعفر مجتهدی تو این عالم خیلی کشف و کرامات ازش هست، ولی ایشون میگه الان شما قبر ایشون از مرده ایشون نمیتونید حاجت بگیرید، دستش اونجا بسته است. هر کدوم از این اهل کرامات که در این عالم بالاخره حالا به دستور امام زمان به دستور هر کسی دستگیری میکردن، شیخ جعفر آقا مجتهدی کم کسی نبود که خیلی، ولی آقا با آدینه نشسته تخاطاش با شیخ جعفر هم اصلا یه بار نشسته. ایشون میگه که آقا عاشق جعفر و دیگران اینا که دستشون توی این عالم باز بوده اون عالم دستشون بسته است، آقای بهادینی که آقای بهجت که توی این عالم دستشون بسته بود میتوانستم و نمیکردم، در دستگاه خدا بی تفاوت. همین کلمه که ایشون میگه با آقای گلپایگانی فهمید، میگه اینا اونور عالم دستشون باز، از اینا میشه حاجت کرد. و داستان ها هست، خیلی نمیخوام اینا طولانی کنم. یکیش آقا فخر بود که آقا فخر هم یک کسی بود توی قومی عده دور جمع شدن، یکی آشغالی آقای پهلوان بود که همین تحریری و اینا هم دور برای جمع شده بودن، و اون موقع یکی از مریداش که بعدا من حس کردم از ماموره اطلاعاتیه آخوندم بود و توی دعای سماد ما میمد کسی اومده دیده بودش، ما گفت آقای دعای سماد چون پر از اطلاعاتی بودیم باش ما حرف مخفی ندیم، گفت نه آخه در خونه آقا بازه، از دادگاه ویژه‌ای که خلل باز شده میاد اینجا تا آقای خوشوقت تا مقدسین قوم همه میان، همه شون به اطور آقای امجد میمدن، یه دعای سماد میشه شرکت میکنن حاج آقا یه دعای سماد میخونه. اینا بودن، آقا فخ بود، آشغال آقای پهلوان بود، اون سید سید حسین که گفتم بود که اون که دیگه اون بنده خدا دیگه تبعید اینا هم شد. بعد این اواخر دیدم حاج توکل اینا رو تبدیل میکردن، خلاصه حاج آقا هیچ کدوم اینا رو نه بدی میگفت نه چیز، نه خوب میگفت، نه تو مجال، نه تشویق میکرد ما رو بریم، من هر جا خواستم به هر کدوم اینا رجوع کنم آقا نگذاشت. و شما میاد بگید آیا اونجا سرسپرده خوشبخت بود آقای تحریری؟ امیدوارم این به گوشت برسه، چون مثل این بولتر نویسه شما که نمیشین پای اینستاگرام نه، انشالله که این بولتر نویسه که واسه گفتن فرزندش گفته که از قول پدر حکومت در عصر غیبت معصوم باید سکولار باشه، یعنی فرادینی باشه، ایشون هم از سکولار ضد دین فهمیده،
حکومت به آقای خاتمی گفته بود، نیستی من نقل کردم، در بیروت به آقای خاتمی گفته بود. ایشون میگه پسرش از خود ایشون گفته بعد ایشون اومده حکومت کفر رو ترجیح میده بر حکومت دینی، ایداد بیداد آیه تحریر دیگه. این تیکت رو واسه خوشرخصی گفته باشی اینا من کار ندارم، چاره نداری تولیت مرسوم عربی داشته باشی، واسه خوشرخصی واسه دستگاه اطلاعاتی آقای خامنه ای بگه آقا شما رفتید اونجا در فرانسه مثلا میگه حکومت سکولار بهتر از این حکومت دینی است، حکومتی که بنده دارم میگم اسلام شاهی اموی و به تعبیر علامه طباطبایی از فاسدترین جوامع، و محمود امجد بارها اینو گفته، گفته این نظام نه جمهوری است نه اسلامی، این نظامی که به ظاهر اسلام توجه میکنه و ظاهر گرا و ظاهر پسنده و متظاهره، این نظام از کثیف‌ترین نظام‌های عالم در تاریخ به تعبیر علامه طباطبایی که تعبیر درستیه. شما این که کار الان واسه خوش شخصی واسه اداره اطلاعات همین حرفی که جاودان هم یه جا از قول شیخ علی آقای پهلوان نقل کرد، چون اینا همشون چه جاودان چه آقای تحریری دیگران اینا بزرگ خودشون آقای شیخ علی آقای پهلوانی آقای سعادت پرور رحمت الله علیه، که من یه بارم ایاتون باشه چند سال پیش بودم، دو سال پیش بود، کی بود که وقتی که بحث این مطرح شده یه چیزی گفته بودم، آقا ایشون میگه که آقای امجد میگه که آقای شیخ علی آقا زاهد بود عارف نبود، چون به عنوان عارف دارید مطرحش میگه که ایشون شاگرد سلوکی علامه تا اصلا علامه تا شاگرد نداشته، که حالا اینا اومدن سلسله واسه خودشون درست میکنن تا با آستل آقای قاضی برسن. الان آقای تحریری میگه من شاگرد آشخلی آقای پهلوانی ام، آشخلی آقای پهلوانی شاگرد سیر و سلوکی علامه طباطبایی بوده، علامه طباطبایی هم شاگرد آقای قاضی بوده، همینجوری دارن سلسله واسه خودشون درست میکنن. اصلا آقای طباطبایی شاگرد نداشته، حتی محمود امجد نمیگه من شاگرد آقای طباطبایی ام، واقعا هم نمیگه، نه که تواضع میکنه، آقای طباطبایی اصلا هر شاگرد پروراندن سیر و سلوکی نبوده. حالا هر کسی رفته تو درسش میگه سید اونار استاد موسی آقای جوادی آملی با مؤسسه اسرار هم اداره میکنه، همین حرفای مزخرف هم داره میزنه. حفظه الله همینا محترم هم پیش ما، من عمدن دارم همینجوری آزاد حرف میزنم چون به نیابت از محمود امجد حرف میزنم. محمود امجدی که کتاب ایشون رو برای خودزنی، برای اینکه برای تعینی پیدا نکنه، برای اینکه کتاب ایشان رو میگرفت دستش میخوند روی منبر، از 88 کتاب ایشون نگرفت دستش، هنوز همون ارادت رو داره با جوادی ها در مقام ثبوت بنده هم دارم. کسی که دائم برای ترویج آیه حتی کتابای مزخرف ایشونو دستش میگیره، که بار من یک بخشی از این مزخرفات ایشونو به ایشون با آیه امجد گفتم، گفتم شما این کتاب بگیره دستت بعد دیگری میخونه شما چیزای خوبشو میخونی، همه کتاب تا آخر نمیخونی، که ایشون دیگران کتاب واسش تهیه میکنن، آقا سعید هم اونجا اینو بین دو جلد میذاره، ایشون هم تورق میکنه، اسمش میذاره عبدالله جوادی آملی، و مزخرفات هم نشون دادم که خود ایشون زنگ زد به آقا سعید اینا گفتم واسه تو، گفت اینا تو کتاب درآره، نمیدونم حالا در آوردن یا نه. ولی محمود امجدی که برای اینکه خودشو له بکنه در دستگاه خدا، آقای جوادی که اون تعابیر راجب محمود امجد داشته حالا در گوشی، چون آقایون بالاخره حواسشون به قیمت حرفاشون هست و هزینه های هم قیمت هم هزینه، نمیخوام هزینه فایده رو در نظر میگیرم، بالاخره خود سلامتشون دارین و خوبان ما اینا نرم عرض کردم یه بار آقای جوادی در قله است، قله ما تازه ایشونه الان، ولی ایشون که ادعای سر و سلوکی نمی کنه، یعنی که آقای امجد ایشونو میپسنده، ولی اینا دارن از قول آشخالی ها بر پهلوان میگن ما شاگرد سر و سلوکی آقای طباطبایی بودیم، یعنی که آقای امجد ناراحته، آقای امجد که داره میگه مطهری هم نفهمید علامه کیه، مصباح داره میگه مصباح کوچه علامه هم رد نشد، و تو میگی سرسپرده خوشوقت بوده؟ خوشوقتی که به علامه تعریض داشت که تو چرا حامی قربان شیعه نمی کنی؟ خوشوقتی که به علامه تعریض داشت که چرا میری جلسات تهران با این فکل کراواتی ها نشستی جلسه میگذاری؟ آقای امجد، محمود امجد میشه سرسپرده خوشوقت؟ آقای تحریری استخبار کن از این حرف، اگه خواستی آقا یه چیزی رو در دوره بدنامی خوشوقت بگی، ما که خوشوقت بعد از محروم شدنش رو که دهن بستیم، که خوشوقتی که اومد توی اوج بود آقای امجد من میگو برو با خوشوقت تا باغ و مایی بحث کن، همون هم باعث شد که ایشون توپخونه‌شو علیه بنده و آقاش
روشن اول علیه آقا. تازه دهن دیگران باز شد. آیت الله حاج آخوند وقتی که دید خوشبخت، من دوره خاتمی رفتم کرمانشاه کاندیدا بشم و ایشون از من حمایت میکرد، خوشبخت توپونش رو روشن کرده بود علیه بنده، میگو این آقای خوشبخت نیامد از من، یک عمر اینا با خوشبخت بودن، نیامد به من یه زنگ بزنه بگه هزار نفر تو این کرمانشاه کاندید شدن که یکیشون یه قاچاقچیه که خود وزارت کشور ردش کرده، برای رفته پول داده به شورای نگهبان تاییدش کردن. آقای خوشبخت تو نمیده من سوال بکن، فقط محمد امجد اینجا بد بود، بدتر از این قاچاقچی بود که تو فقط توپ خونه تا علیه روشن کردی تحصیل دو نفر به این رای بدن. اون تازه آقای حاجاخون شروع کرد. آقای حاجاخون رضوان الله تعالی علیه اعلی الله مقامه سلام الله علیه آیت الله حاجا مجتبی حاجاخون بزرگ کرمانشاه پاک طاهر واقعا سائلنده نفسه. بعد به من گفتش که والا ما اتاس این پوهایی تو جرات نمی کردیم علیه. تمام جماعت ما کرمانشاهی ها از علما و کرای امام جمعه کرمانشاه هست، از کیو همه اون جماعتی که ما اون موقع از توی مرسه حجتیه و اینا با وای خوشبختانه با اینا هم باشه، از اون موقع تا امروز ما ترس این محمود امجد میترسیم راجع به خوشبخت یه لبی بتره کنیم و الا بنده از همون موقع به خوشبخت اعتقاد نداشتم. ببینید یعنی اون موقع حاج آخوند داره به خاطر اینکه محمود امجد رو معنوی میداند و این انسان معنوی راجع به یه کسی داره نظر مثبت اعلام میکنه خلاف علم خودش بوده، ولی بر اساس خشیتی که از معنویت، یعنی انسان به معنویت میشناخته دیگه، خشیت درونی داره، ترس به اعلام امجد گرد دستش نمودی که بکنسی کلیشون، ترس یعنی اینکه من انقطاع معنوی پیدا کنم با محمود. ببین اینا همشون محمود امجد اون موقع از دبیرستان اومده معنوی میدونن، سالک الله میدونن. میگه آقا من میتم ما جماعت ما کلن هیچ کدوم باره خوشبخت اعتقاد نداشتیم از ترس این آیه امجدی، از ترس این امجدی لفظشون این بود بهشون بودن امجدی، از ترس این امجدی ما میترسیدیم یه چیزی را جای خوشبخت بودیم اینقدر که ایشون. حالا آیه امجد میگه چی؟ میگه آقا من وقتی دیدم این همه سیر و سلوکی باطل درست شده، یکی به نام فرج، یکی انصار فرج، یکی نمیدونم فلان، یکی ذکر و ورد، یکی شهوترانی، یکی فلان، میگه من دیدم آقای خوشبخت خوبه، فقط اینا رو میتونه بکوبه این بازیگره حوزه رو. من به خاطر این تعریف میکردم به خصوص دوره امام که این عرفان اینا زیاد شده، اینا این بود میتونه سرج به سید حسین یعقوبی و نمیدونم کیو 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 کی حتی رجوع شیخ علی آقای پهلوان اینا حرف بزنه. داستانی داشتم میگفتم یه طلبی که گفتم بعدا فهمیدم، یعنی شبه قوی بود که اطلاعاتیه، بعدها فهمیدم که توی اون جلسات هم میده کسی اینا دیده بودن. اینشون به عنوان مرید آشغال آقای پهلوان اون موقع که من هنوز هیچ چیزی علی آشغال پهلوان میگم، ما آشغال آقا رو به عنوان زاهد میشناختیم، خیلی هم ارادت داشتیم بهشون، خبرم نداشتیم اصلا ایشون شاگرد دارین، حالا محمود امجد خبر داشت اینا اصلا به لب نمیورد، یه چیز دیگه است. این سید اومد به ما گفتش که یک خوابی رو از آقای آشغالی آقای پهلوان به نقل از خودش نقل کرد که من اونجا دیدم که آشغالی آقا خیلی پرته. حالا ما یه طلبه جوان بودیم ما تو چون دستگاه مرد بودیم، اون خواب من طالب آقای امجدم نگفتم، ولی اون بهمانی که دوست ما بود و فلان و اینا توی قوم اومد و مثلا داشت تعریف میکرد از مواضع آشغالی آقای پهلوان اینا. خب آشغالی پهلوان هم با اون دوره امام با امام و اینا فاصله داشتن دیگه، اینا کسا بودن جنگ و قبول نداشتن و فلان و بهمان، بالاخره اطلاعات هم از این باب وارد میشد که همه این گروه ها رو اخبارشون رو داشته باشه، چه واسه این طلبه هم هم مریدش بوده هم چیه داره به اصطلاح اثر ارادت یا هر چی هر خبری من نمیدونم، ولی به عنوان مرید داشت این حرفو میزد. گو آشغالی آقای پهلوان چه که درساش گفتش که خوابی دیدم علامه رو، آقای تحریری دیگران چی هم میخوام میگن ایشون شاگرد علامه است. ببینید من اونجا طلبه جوانم دارم میفهمم ایشون از علامه هیچ استفاده نکرده، حتی تو خوابم ازش استفاده نکرده، یه طلبه جوان بودم من، تازه دفترم تو وزارت خارجه بودم من. گوه ایشون خواب دیده علامه طباطبایی به ایشون در خواب در عالم رؤیا فرموده که کفشات صدا میده. بعد ایشون حالا اینجا دیگه آقای پهلوان داره نعم میکنه، ایشون هم گفته بود که
خواب دیگه تموم میشه، یعنی این جوابو توی خواب به علامه نداده. ایشون فرموده بود که آیه آشغال آقای پهلوان رحمت الله علیه که بالاخره آدم وقتی راه میره بالاخره کفشش هم صدا میده. بنده طلبه جوان چون با معیارای این مرد آشنا بودم، به اونم هیچی نگفتم چون هم این حرف رو نمیفهم. همونجا دیدم آشغالی آقا چقدر پرته، اگر این خواب توی خواب داره علامه بهت میگه حواست بشه دوروبر جمع نشن. امروز آدم این خواب رو میفهمه که اون نفهمید این طلبه جوان، نه که من فهمم چیز باشه، من معیارا رو از ایشون گرفتم، ایشون هم مرد خداست. اون روز بنده طلبه جوان اولین چیز به ذهنم رفت این بود که ایشون اصلا نفهمید علامه تاتوی چی گفته. کفش صدا میده یعنی سلوک الالله شاگرد پروری را نیست که، مگه علامه این کارا کرده که تو داری میکنی؟ اونجا از اون روز بنده فهمیدم تا امروز که ایشون شاگرد علامه نبوده، شاگرد سروزوگی نبوده، حتی تو رویا حرف علامه نفهمیده. اگر فهمیده بود امروز امثال تحریری ها و جابدان ها با استناد به حرف آشخلی آقا رجوعای امجد انقدر از این مرد خدا فاصله نمی گرفتن که بیان میگن اگر اون روز جاودان گفته بود دیگه، بزن جاودان هم آقا داره میفهمد، آقا میفهمد اینجایی که من حس میکنم این امنیتی و اطلاعاتی دارن جاودان رو پرورش میدن و به اصطلاح تحریزش میکنن. شیخ باقر تحریری هم به خاطر اینکه تولیتون رو گیریش بید باید این حرفا رو بزنه. الان اون شیخ باقری که ما میشناسیم، شیخ باقر و برادرشون دوتا برادر فرزانه عالم بودن، با خیلی ارادت داشتن، از آقا استفاده میکردن، حتی وقتی دلگیر بودن از آقای خوشوقت میدن پیش آقا میشستن آروم بشن. همین آقای خوشوقت از اون احوال پدر اینا حتی تو مجلس ختم پدر اینا شرکت نکرد. با حالایشون میگه آقای امجد سرسپرده خوشوقت بوده. و قصه آقای امجد اینه که اینا خودشون شاگرد آشغال آقای پهلوان میدونن، بعد آشغال آقای پهلوان هم دست پرورده چیه اجازه سه رسولی که علامه داره، بعد اینا دارن الان هم یه مریدایی دارن هر کدوم اینا دارن اجازه ها رو منتقل میکنن و اون وقت حرفای دیگه. آقای امجد اینا رو ناراحته که اونجا به اون دانشجوی دوره دکترا و فوق لیسانس نمیدونم فیزیک و فلان و ریاضیات هم اجازه نمیده، تشویقش نمیکنه، اجازه نمیده بره حوزه. یه گیر کدوم گور بیفته؟ گور یعنی اینا همه که من دارم به خیر به خوبی دارم اسم دارم ازشون. بعد اداره اطلاعات هم پشت تمام این گروه هست. بعدم تازه اینا نیستن که فقط در زمان آقای خامنه‌ای بعد از ریالت امام اصلا یه گروه های سر و سلوکی اینجوری دارشد توی سپاهی ها و برای بچه های جبهه و مجموعه جنگ و اینا که طرف با زن فلان سردار میخوابید شب، اینا مرید بودن، زن و مرد همه مرید بودن، میرفتن اونجا اون مراد که مجروح جنگی بود و نمیدونم فلان و بهمان اینا با زن سردار میخوابید، بس سردار به سردار اینا گفته این خانم امشب بیا تو اتاق من بخوابه. اینا بدبختای ببو طرف همه نگاه کردن هیچ کسی اعتراض نکرد، خانم هم بلند شده به من ارادت تو اتاقم خوابیده. بعد این یارو آمده میگه که من صبح دیدم که آقا غسل کرد، خانم منم غسل کرد، خانم من داره پشت سر آقا نماز میخونه. آقا کی همین مجروح جنگی که نمیدونم پاشم اونم فلان به همان کشف و کروم و شبه حرفا که اداره اطلاعاتی میگرفته بود که ریخته بودن اداره اطلاعات مشهد رو میخواستن آتش بزنن. اسم میبرم الان سندش هست. اینقدر مرید پیدا کرده بود توی سرداران سپاه و توی مسئولین مملکت. بعد شوهر بدبخت این گفته بود که من دیشب زنم تب داشته، اینا خود من حاضر نبودم مثلا با این بخوابم، تو بازجویی گفته اینا را نمیتونستم تصور بکنم که آقا با زن من خوابیده، رضا غسلم کرد و نماز و خوند و اینا، من هیچ هم ازش نپرسیدم. حالا این شیطان آقا چه کار کرده بود؟ این شیطان بالاخره این کاری که داره میکنه ببینید، حالا بازی که حتی سرداران سپاه که میشه ببین انصافا وقتی مرید شد سرسپرده شد میشه این دیگه. آقای تحریری محمود امجد میتونه سرسپرده باشه؟ کلمه درست بود.
بدترین توهینی بود که شما کردید به یک ولی خدا. استغفار کن. اگر میخوای دوچار سوء عاقبت نشی فقط از این کلمات استغفار علنی کن. بگو آقا اونجا من غلط گفتم، من می‌خواستم بگم ایشون آقای خوشبخت ترویج می‌کرد. علت ترویجم که می‌دونی چی؟ سرسپرده خوشبخت، بعد دیگه خوشبخت بهشون گفته اصلاح طلبا رو راه نده، تو روزت ایشون گوش نکرده بعد اینجوری شده. ابن زبیر هم اومده ایشون رو از قذافی زمان جدا کرده، زبیر رو. سر سپرده رو اصلاح بکن، من دیگه هیچ حرفی رو جای تحریری ندارم. هر چی فوش به امجد بده بده. الان من اسم جاودان هم حاضر نبودم بیارم، چون جاودان هم یک چیزی رو توی همون نوشته روز اولی که آقا اون بیانیه رو داد از این شهید، شهید سربدار سرفراز روح الله زم دفاع کرد و گوه های خامنه مسئول همه جنایت های کشور توی از 88 به این بر همه جنایت ها. این آقا اومد توی 10 تا عکس نوشته و اینا خیلی مرتب، روی صفحش هم خیلی مرتب. اونجا با آشخاله های پهلوان اونجا. حالا آقا میدونی چی بود؟ آقایی که لب باز نکرد راجع به آشخاله ها، همونجا آقا میخواست برگرده به این جاودان میگه تو یکی گوه نخور. گفتم نه آقا جون خواهش کنم. گفت نه پس تو این. گفتم باشه. گفت من فقط با اون موقع آقا ناراحت شد، گفت فقط میخوام به این جاودان میگم تو یکی گوه اضافی نخور. ببین الان واسه باقر تحریری هیچ مشکل نداره، برای جاودانی که الان نیروهای امنیتی دارن تحریش میکنن، اون وقتی که علیه آقا این حرف رو زد اونم از قول آشخاله های پهلوان. حالا داستان چیه؟ آشخاله های پهلوان آقا رو دیده، آقا هر وقت میرفت قوه حتی مسجد آقای بهجت میرفت، میدونی که ایشون وقتی دوربر آقای بهجت این عوامان را جمع شد یه مسجد هم نمیرفت. اون موقع که آقای بهجت رو فقط خواست میشتاختن میرفت، آقا دوربر میرفتی مسجدهای خوشبخت میشستی کنار اون پشت منبر که حتی بچت رو نبینه، مسجدهای بچت طلب ها دوره جمع میشدن. تهران هم همینجور هر جا آقا میدیدن مثل پرمانه دوره جمع میشدن. ایشون دنبال مورید اینا نبود که بعد هم علی علی مولا، علی علی مولا این کارها رو میکرد، خودشکنی هم میکرد. میگم سر منبرم که میشست کتاب های جوادی آمالی میگفت ازش. هیچ جا شما یک جا ببینید ایشون یه اشاره به خودش کرده باشی، همش هو بوده، همش اشاره به سمت خدا بوده، همش دیگران رو ترویج کرده. میگه آشخاله های پهلوان 4 5 نفر دور و برمون. حالا آشخاله های پهلوانی که از پیش از انقلاب ما رفت آمد خانواده هم داریم ها، به آقا خیلی ارادت داره. حالا انقلابی شد و فلان و ایشون زاوی و فلان یهو دیده آقای امجد کارش گرفته، پیش خودش فکرای کرده، حالا چه میدونم. تا دیده میگه 4 5 نفر دور ایشون توی حرم بوده، کجا بوده آقا که اهل تواضعه، تا آمده به ایشون مثلا برو برو، گفت زد تو تخت سینم، گفت برو برو با این مریدات برو. این مرد خدا هم هیچی نگفت، تا امروز هم هیچی نگفته. تا اونجایی که جاودان این را رو گفت به زباس من نقل کرد، خدا میدونه تا اونجا من خبر نداشتم شیخ علی آقا با ایشون این کار کرده. خب من اون روز اون خوابش رو که این تعریف کرد، من فهمیدم یادم خیلی عوامه، خیلی پرته، خیلی پیاده است. خدا رحمتش کنه، زاهد باشه، گمراه. چشم همه تو علایلینی بهشت باشه، ما که بخیل نیستیم. خدا همه رو ببخشه برو بهشت، ما که بخیل نیستیم، ما هم نداریم راجع جایی کسی تو عمر دنیا حرف بزنیم. ولی اون موقع طلبه جواب بودم، دارم میفهمم که حتی در عالم رویا علامه رو حرف علامه رو متوجه نشده مونده، هیچی من نشنیدم، حتی این رو هم واسه آقا نگفتم. تا اینکه اینجا وقتی که ایشون اینو گفت، من تازه اون خواب اون آقا رو گفتم. گفت عجب. گفتم بله. گفتم تعبیر من همین بود که ایشون نفهمیده علامه داره چی میگه، یعنی چی کفش آدم وقتی راه میره پاش صدا میده، پس علامه حرف عبثی زده؟ علامه اشاره تو خواب داره بهت میکنه اگه خوابو دیده باشی، اگه رویای صادقه باشه اسم بکنه رویای صادقه است، نه اینکه اینو معید کار خودت بگیری بعد بیا تعریف بکنی بعد واسه مشت خری که مریدت شدن اینا هم بیان بشینن به به بله علامه هم اینجوری بهشون فهمود یعنی کارشون تایید کرده. بعد امروز تحریری و دیگران و دیگران بیان میگن، حتی یکی که اصلا گزارش داده بود میگوتش این شاگردای ایشون هم که شاگردای سیر و سلوکی که الان خودشون شدن استاد و استاد راه و اینا، اختلافی بینشون شد، یکیشون خلل لباس کرد دادگاه ویژه که عکس خلل لباس شده شون فرستاد، ولی باقر تحریری
جزء طرفدارای نظام شده و بهش تولیت دادن و فلان. تا اون روزی که جاودان این حرف رو نقل کرد، آقا به من نگفته بود چه خلی پهلوان با ایشون این کاری کرده. منم به آقا نگفته بودم اون خوابه که اون شخص تعریف کرد، که بعدن گفتیم که بعدن از این که یه کاری دیگه کرد ما فهمیدیم که چه بسا یه اطلاعات در درون گروه آشغالی آقای پهلوان بوده. طلبه سید خدا سلامتش بداره هر جا هست، چه میدونم، من فقط ناراحت از این بودم. با یه طلبه دیگه خیلی رفیق بود و اون طلبه رو یه دادگاه بیشه گرفت، خل لباس کرد به جرم سیقه کردن و مطعه و فلان و همون که به ظلم و ضرر ها، ظلم و جور. اونجا ما دیدیم که مثل اینجوری بخش شد که این هرچی گزارش اون شخص گفت و هرچی گزارش به دادگاه بیشه داده شد توسط همین دوست من که توی جمع آشغالی آقای پهلوان بود. حالا من نمیدونم، کلا ما برای اصلا فضل حفی بقیت الامکان، من اصلا ترتیب اثر نمیدم به این اخبار. تا اون روز من نگفته بودم این خواب رو واسه ایشون نکرده بودم. تا اون روزم ایشون نگفت شیخ علی برو برو گفت زد تو تخت سینه دیگه. اینجا برای من یقین شد که چقدر عوام بوده این بنده خدا، یک عمر زحمت عبث کشیده، مباهات عالم رو بر خودش حرام کرده برای یک نجاست، بدون که بفهمه نجاسته. خاطر نه داره شاگرد پروری میکنه، داره مردم رو به سمت خدا هدایت میکنه. اینه دیگه، اون که در خودش خوب به جا نمیبینه که، و نباید هم ببینه. یه آدم متواضعی که زاهد چند تا مرغ و خروس توی خونش داشت، تخم مرغای اونا رو بفروشه شهریه نگیره، اینقدر زهد. زهد وقتی من رفتم یه روز خونه ایشون پیش از انقلاب، امروز تصورش واسه من سخت اون زندگی، خیلی زاهد آشغالی آقای پهلوانی. حالا این آدم توی جمهوری اسلامی یه چهار نفر تا دیده، چهار تا جوان با آقا برار، آقا بگم کسی نبود که بخواد کسی دورش بده، برو 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 با این مریدات. آقا هم هیچی نمید. بعد اینجا وقتی جا بدان اینو نقل کرد، گفت میخوام فقط توی همه اینا که بیدید جا مدرسین بیانیه دادن، آیه حسینی بوشهری، حتی اون صدر اکبر نوری، همه رو ردیف کردن. این جا بدان هم وقت شروع کرد حرف زدن که این پیدا بود با تشویق اطلاعاتی و امنیتی ها این جا بدان که بعد جا بدان خودش آدم با شعوریه، اگر اونا محرکش نبودن خودش ابتدا به ساکن بعید میدونم. ولی این که آمد به تحریک اونا این حرف رو زد، اونم با استناد به آشغالی آقا، که یعنی مثلا آشغالی آقا اگه اون روز که به تو اینجوری گفت، تو اون روز اگه گوش میکردی امروز گرفتار ابن زبیر مشعوم نمیشدی مثلا. گفت میخوام بهش بگم تو یکی گوه نخور. من اینجا عمدن تکرار میکنم، به گوش جاودان برسونید و به گوش نیروهای امنیتی برسونید و به گوش بزرگان حوزه برسونید که محمود امجدی که یک عمر راجع به اشخاص نخواست حرف بزنه، اینجا به همین جاودان میگه تو یکی گه نخور. چرا اون تازه میگه؟ به خاطر اینکه تشخیص داده که این امنیتی ها الان دارن اینو یه موقع خوشوقت رو دورش هم شده، خوشوقت رو بدبخت کردن، عاقبت به شرش کردن. امیدوارم که در من که نمیدونم، امیدوارم در آخرین لحظه خداوند بهش توفیق توبه داده باشه. نمیدونی من عرض کردم برای کسی از دنیا رفته، من اصلا حق ندارم بخوام قضاوت بکنم، همش به عهده خدای ارحم الراحمینه، بخیلم نیستیم. من یه چیزی توشون به خود آقا هم گفتم، گفتم یزید بن معاویه بره توی بهشت با صدام و همه، من که بخیل نیستم که، هم بهشت مال اون بره هم جهنم مال اون بره. مگه من باید بخیل باشم؟ میگم نه آقا، ما یه عمر خیال کردیم یزید تو جهنم آمده، من تو بهشت باشم، تو اونا بهش واسه همه جا داره. اصلا رفتیم اون عالم دیدیم آقا جهنم دروغ بوده، خلف در به قول عرفا خلف در بعید قبیح نیست بر حکیم، خلف در وعده است. بله شش کل داریم اون عالم اصلا اونیم جهنمی نبوده، فقط واسه تربیت ما برای سعادت ابدی ما این ادبیات به کار رفته، چه اشکال داره؟ بخیل که نیستیم، جهنم بهشت واسه همه اونجا داره، واسه همه عالم از ازل تا ابد بهشت خدا قربه قرب عزتا. ولی نه، میخوام بگم اون خشیتی که تو دل ما هست اینه که ما خودمون اینجا جهنمی میکنیم خودمون رو. جهنمی هم اگه باشه الانم،
مدا چشممو میبندم خودم رو توی جهنم خودم میبینم. همینجا اصلا که جهنمی ساخته شده بنده میخوام بندازم اونجا. اینا همونجوری که این امنیت آقا ناراحته واسه جاودان، همونجوری که این امنیتی ها خوشوقت رو، این سپاهی ها و امنیتی ها مثل سعید امامی و سپاه و فلان و بهمان خوشوقت رو بدبخت و بدنام کردن، این جاودان هم همین عاقبت رو خواهد داشت. من که انشاءالله خدا عنایتی بهش بکنه. خیلی حرفای دیگه هست بزنم ولی صحبت طولانی شد. دوست دارم فیدبک ها رو بگیرم. بنده تا نهایت منطقی حرفای خودم رو در صفحه مرد خدا، علتش هم گفتم صفحه ایشون بخاطر این صفحه منو رپورت کردید بلوک شد. چندی من بار دارید این کار با صفحه من میکنید. ساس، سپاه سایبری سازمان اطلاعات امنیت سپاه، من آمادم، قوشم انرژیشم از این مرد خدا میگیرم و خدا میدونه دوست دارم ایشون بیاد این حرفا رو بزنه، ولی دارم میبینم بیش از این به خاطر تبعیت از سلیقه شما عوام یا ترس شما عوامی که میگید چرا پدر رو قایم کردی خودت صحبت میکنی، خوبان ما اینجا پیغام میزنم توی خصوصی. یه جا من دیدم اصلا من به خاطر این پوفیوز ها، اینجا کلمه پوفیوزی اشکال نداره، آدم مقنپز محترمی رو که اینگونه میاندیشه بهش بگو پوفیوز، به جاودان بگو پوفیوز، خیلی جا داره. یه آدم دیوار کوتاهی که ما بهش نمیگیم پوفیوز، آدم های محترمی که واسه من پیغام میزن همینجا دارم میگم پوفیوز بشنبن. یه چیز باید بگم دیگه آقا، من نم به خاطر این موشه پوفیوز بیام به این پدر فشار بزنم یا آقا من دیگه بیش از این نمیتونم به زیر بیرم بچه ما صحبت بکنم، خودت باید بشین جلوی دوربین و فردا جواب خدا رو چی بدم؟ به خاطر کسب رضایت شما ها؟ به خاطر اینکه بگم نه خیلی حرفا حرفا ایشونه، اصلا یه عده بگم اصلا حرف ایشون نیست، ابن زبیر داره از قول زبیر داره میگه پک. فا اما زبدو و ید هب و جفا ام و اما ماین فا اون ناس و یم کتو فل ارض، از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دبار بمان. و السلام علیکم و رحمت الله. کامنت ها رو باز میکنم اگر کسانی خواستن بیان بالا، کسانی که بخوان توی موضوع صحبتی بکنن، یک سوالی مطرح کنن، جلسه بعد رو هر وقتی تنظیم بکنیم در خدمتون هستم. چون الان طولانی شد دیگه امشب بیش از این بعد. خدا رو شکر میکنم، یعنی من دوست داشتم این باز باشه، حتی این سایبری هم که دارن لعن و نفرین میکنن خوشبختانه اینا توی یوتیوب سیف میشه. باشه اینا که با پروفایل واضح هر چی میخوان لعن و نفرین بکنن بکنن، سیف میشه. بالاخره توی این عالم همه چی ثبته. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خدمت دوست عزیزمون که میفهمن سیف کنید، همینجا سیف میشه، حالا نمیدونم امشب چه، ولی همزمان در کانال مورال سوسایتی یوتیوب، مورال سوسایتی تی وی در یوتیوب الان هم داره پخش میشه و هم ضبط میشه. خب اگر مطلبی نیست، کسی از دوستان نیست که بخواد بیاد بالا فقط سوالی رو مطرح کنه که بعد قول بده که بعداً فردایی پس فردایی هر وقت در همین صفحه، چون مطالب مربوط به صفحه آیت الله امجد من توی همین صفحه انجام میدم، بیان تشریف بیارم الان مطرح کنن که انشاءالله وقتی بگذاریم برای جواب.
چون دیر وقت در ایران و نت هم در ایران دائم قطع و وصل میشه، ظاهرن از دوستان کسانی نیستن که آشنا به این مباحث باشن و بخوان سوالاتی طرح بکنن. منم خداحافظی میکنم. آشیخ علیرضا سیاحت، حاضرید بیاید بالا؟ انقدر دارید اینجا لجن پراکنی میکنید با عمامه. خدا عزتاری هنم آمدگی دارید بیاید بالا، هم مردم چهره شریف شما رو هم ببینم با عمامه انقدر لجن پراکنی میکنید. نه گذاشتم کسی نیست که میخواد بیاد بالا سوالشو مطرح کنه. بنده الان کسایی ریکوست دادم، من جواب مثبت دادم ولی بالا نمیام. آقای علیرضا سیاحت هویدا، چرا الان عکس شاد اصلا عمامم سرت نیست؟ از این سایبری هستی که با پروفایل عمامه مثلا اومدی وسط. خوبه الان بیای بالا ببینم مردم چهره شما رو. خوبیش اینه که الان در یوتیوب تمام این پروفایل شما و اینا همه هست، ثبت میشه. بفرمایید شما الان بیاید بالا، خودتون زمانشو با بنده بذارید. آشیخ علیرضا همینا بیاید بالا که مردم ببیننتون، چون الان نمیدونن که این پروفایل مال کیه، سایبری هستی سایبری نیستی. الان بیا بالا و به من بگو که آقا سر این موضوع بشینیم با هم صحبت کنیم، وقتشو بگذاریم. من الان دیگه به خاطر اینکه باید الان به کار دیگه بپردازم و الان بنده تا صبح اگر مجال داشتم میشستم صحبت میکردم، میترسم این الان از یک وقتی بگذره سیو نشه و الان بنده آمادگی دارم. همین امشب هم بخواید آمادگی دارم. خب بدیدید پس باز دوباره با این پروفایل آخوندیتون عکس یک آخوند رو گذاشتیم. نمیدونم عکس کیه، گمان کنم عکس کسی دیگر رو گذاشتید. شما نباید مؤمن باشید چون حاضر نیستید بیاد بالا، لذا بنده رپورت میکنم شما رو. نخیر در شخصی مناظره نمیخوام، اهل مناظره هم نیستم، مباحثه است. مدرس دانشگاه هم هستید؟ خب الحمدلله، چه افتخاری هم میکنید. به خاطر اون عمامه رانتیتون مدرس دانشگاه شدید ها؟ اون پارچه که دور سرت بستی برای خود مدرس دانشگاه، لقب مدرس دانشگاه، حتما استاد حضور دانشگاه هم هستیم ها؟ نه من اهل مناظره نیستم، مناظره غیر اخلاقی میدونم. چون حالا بیام بشرم با یه بوساله سامری پرستی مثل تو بخوام مناظره بکنم که اصلا ما با اهل اللهش، اهل الله حاضر به مناظره نیستن. کن اترک المرا ولو کنت ظاهرا، مرا میشه مناظره میشه مرا، مباحثه است. حاضری به عنوان استاد حضور دانشگاه بیا تو همین صفحه ایتون لنجر، اون وقت بشینیم مباحثه بکنیم. بنده عمامه به سری که خودشو مدرس دانشگاه بدونه اینو جزء اراذل اوباش میدونم.
بله اینو معیار داشته باشید. هر کسی توی پروفایلش گفت استاد حوزه و دانشگاه با عمامه، اینو جزء اراذل اوباش حساب بکنه. چون اونایی که ما میشناسیم انسانهای خوب هرگز به این عناوین دنیوی هیچ وقعی نمیدن که طرف بره هزار نوع زبونی از خودش نشون بده. که من امروز امشب داشتم گفتم طرف به خاطر اینکه تولیت مدرسه رو ازش نگرم حاضر شده با آقای امجد دروغ بگه، تازه آقای امجد داره دعاش هم میکنه. هر عمامه به سری رو دیدی یک امکانی رو از این جمهوری جبار، از ناجمهوری نا اسلامی، اسلام شاهی اموی، جمهوری هم نیست، از این نظام فاسد و مفسد امکانی و رانتی استفاده کرده باشین، از اراذل او باش. اینو به من معیار داشته باشید، خصوصا از که عمامه سرشه. زا عمامش عمامش عمر سعد و شورای قاضی و اینها بدونید، عمامه شمر و یزید و معاویه بدونید. نه جرأت نداره بیاد بالا برادر عزیز، جرأت نداره. این چون سایبریه بالا با یه عمامه هم گذاشته اونجا میگه من پروفایل دارم و فلان و بهمان. بسم الله الان بیا بالا خودتو نشون بده به مردم. آیه بفرمایید شما، بفرمایید بیاد بالا. آیه اچ اس استون، بله میخواید مطلبی بفرمایید که استفاده بکنن جمع، بفرمایید بالا ریکوست بدید. من آقای میثم طالبی مسی میخواستم بیام بالا در خدمتم. سلام علیکم، سلام علیکم و رحمت الله. درود خدا بر شما و آج آقا از دور روح ما تون می بود. زنده باشید ارادتمند. خواهش میکنم بزرگ بر. یه مطلبی رو من میخواستم بگم. سالها پیش من یه دوستی داشتم که تقریبا 16-17 سالشون بود و ایشون خیلی پسر خاصی بود و از راه خیلی دوری از یکی از شهرستانهای اطراف تهران می اومدن. جذبه از آقا دیده بودم، مجالسشون به زور خودشون رو میرسوندن. از یه خانواده خیلی فقیری میومدن. بعد ایشون جذب بعدها مجالس رو ترک کردن و جذب یکی از این آقایونی که خودشون رو شاگرد ستارشم حداد میدونه، حالا من اسمم نمیارم، ولی از دوروبری های آقای یعقوب قانی هم بودن. و اون آقا، حالا اسمم بیارم شما شاید نمیدونم صلاح بگم اسمش، آقا وقتی اینا این همه بیگناهان رو به تور انداختن و مورد استفاده سوء استفاده کردن و به نام دین سوء، هیچ اشکال نداره شما اینا رو بله. ایشون آیت الله کمیلی بودن که بنده هم یه مدت بهشون ارادت داشتم. به خدمت شما عرض شود که سن یعقوبی بود این کمیلی؟ نه آقای کمیلی از خودشون شاگرد است هاشم حداد میدونستن، شاگرد آقای قاضی، و الان درس اخلاق و سیر و سلوک اینا دادن و دستوراتی میداد به شاگرداش. این بنده خدا دوست منو جذب خودشون کرده بود و حالا دستورات ذکری میداد و این پسر خیلی پاکم اون دستورات رو اجرا میکرد. بعد مجالسی که تشکیل میداد به بچه ها میگفتش که شما اگر من این فلان همجوری واسه این برادر اینجا داره کامنت میذاره که من از دلگیر شدم گفتم صدا ضعیفه، چرا گفتی سایبری؟ من به شما نگفتم برادر جان سایبری هستید، گفتم یکی از کارهایی هم که سایبری ها میکردن تا حالا اینه که حال میرسن صدا ضعیفه، دعا که همه میگن صدا خوبه. شما برادر عزیز من خطاب نکردم سایبری بزرگ، و من که شما رو نمیشناسم اینجا پروفایل از شما نمیشناسم. بفرمایید. بله به خدمت شما عرض شود که من دوستم که باشون در ارتباط بودم
و ایشون هم با جذبه آقا جذب مجالس آقا شده بود، ولی خب بعدا به دلیلی که حتی پول کرای ماشینش رو نداد تو مجالس بیاد، آقای کوملی ایشون دیده بود و بهشون گفته بود بیا شاگرد من شو، خودشون درخواست دادن این پسر بچه 16 17 ساله. بعد شاگردایی داشتن که بهشون هم دستورات میداد، نمیدونم 2000 تا از فلان آیه رو بخون، 10000 تا از فلان بخون، انقدر ذکر یونسیه بگو، 4000 تا کوموله اینو میگن و فلان. بعد مجالس که جمع میشد میگفت ما توی شاگردای اون از قول خودش آقا جون شاگرداشون که جمع شدن میگفتن شما مشاهداتی اگه میبینید بیاین بگید تو عموم بگید، یعنی ما 20 نفر 30 نفر خدمت شما هست که از این شاگرد داشت و من روم نمیشد که بهش بگم. بعد یادم من همون موقع از آقا مطلبی شده که حرف زیاده، حتی من آقای کوملی میخواستم دعوتشون کنم، یه حالا با واسطه یه از آقای سوالی پرسیدیم گفتن که حرف زیاد. بگه که شما همیشه دست تو دست آقا بوده، ایشون معیار بوده واسه، خیلی جالبه و الا در دام اینا بله نه، فداکاری حضرت آقا بود و الا ما کی هستیم که آقا دست ما رو بگیره. اون فداکاری که میذاره برای خدمت شما یه بنده خیال کمترین و کثیف‌ترین مثل من یا هر موجود دیگه ای که اینش فداکاری آقاست. من خواستم این مطلبم بگم و هنوزم تأسف میخورم به حال اون دوستم که خیلی پسر جوون خیلی پاک جذبه از آقا دیده بود، حالا ترک خوارق از آقا دیده بود، ولی خب رفت اون و و الان نمیدونم چه وضعی هم داره، ازشم خبر ندارم. ولی من اون موقع خیلی میترسیدم و به دلیل عشق و علاقه که با آقای کوملی ایشون داشت نمیتونستم من چیز منفی بگم و حتی جرئت نکردم حرف آقا رو به ایشون بگم، چون احساس میکنم شاید ظرفش نباشه یا حرفی نداره. من یه مطلبی هم بگم، خب من تو این فضای مجازی یا مجالس اینا دنبال میکنم کسایی که اهل سیر و سلوکن. من شاید بگم که شفافترین و خالصترین اوریانترین سخنانی بود که من تا حالا راجع به عرفا شنیده بودم و راجع به سیر و سلوک شنیده بودم، خیلی برام شفاف بود. شاید ده ها سوالی که تو ذهنم بود بی جواب بود شما جواب دادید. زنده باشید به این همه زلال شما و بر اون قلب سلیم شما که پذیرش دارید حرف حق رو. بزرگوار. من یه مطلب دیگه بگم، من حتی یادمه که من یه خوابی دیدم از آقای خوشبخت. اون موقع من خدمت حضرت آقا میرفتم، بعد میرفتم یه تحقیقی میکردم مسجد ایشون هم رفتم، ایشون یه آقایی به نام آقای آقاجری تو مسجدشون یه جوونیه نماز میخونن و یک بالاخره اونم دکونی هم وا کرده پسرهای الان آقا مصطفی خامنه ای میسی الان به ایشون داره ارادت میبرزه، ایشون پشت ایشون نماز میخونن، ولی حالا اونا دنبال پوتین سحر کردن و نمیدونم فلان این حرفا. لا اله الا الله. حالا الله الله ما که نمیدونم. خب بعد ایشون هم یه مطلبی به من گفت آقای آقا جری که من جواب سوالم بود، من دوچار تردید شدم. آقای خوشفهم الان آقای آقا جری نامیه که حتی آقا مصطفی خامنه میره پشت سر ایشون نماز میخونه اون وقت. بعد من بهشون گفتم که من با آقا جری گفتم که من مجالس آقا میرم، آقای امجد میرم. ایشون یه جواب به من داد. خب من همون لحظه ترسیدم، یعنی یه مقداری تو خودم سوس بودم، ولی خب مثلا چند روز گذشت و خدای عنایتی به من که جوابشون رو گرفتم، حالا جاش اینجا نیست بگم. و از اون موقع من ارادت قلبیم به آقا هیچ وقت شاید اب بین نره، من اینکه خودم شیطان درونم باعث بشه که، ولی میخوام بگم که ما مثلا من دوستانی دارم که طلبن 30 سال دنبال استاد کاملن، آقای تحریری رو استاد میدونن، آقای کوملی رو استاد میدونن، خودشون هم گیجه آقای امجد رو استاد میدونن، خودشون به خدمت شما در یه اخبار است. عزیز من یه عذرخواهی کردم از شما، شنیدی عذرخواهی رو؟ من منظورم شما نبودی. بفرمایید. بله 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 میفهم. هستن حق پرستانی که دنبالن و واقعا نمیدونم، من الان مطالبی که شما راجع به پهلوان گفتید خیلی شفاف بود، من خیلی سوالاتم رو جواب گرفتم، اونا هم همینطورن. کاش نش بشه، شاید کاش کسایی که دنبال حقیقتا این مطالب رو بگیرن، ایشالا بیشتر صحبت کنید. مخاطبان دیگه سیف میشه اینجا و بعد توی کانال تلگرامی جامعه اخلاقی گذاشته میشه، توی تلویزیون اینترنتی یوتیوب هم
با عنوان مورال سوسایتی تی وی گذاشته میشه دیگه. الان بالاخره این حرفا پخش میشه، منتها انقدر سر و صدا زیاده که حالا از این طرف صدا به صدا نمیرسه. یه موقعی این وسایل ارتباط جمعی نبود، این وسایل هم نبود که نمیشد این حرفا بگه. حالا که انقدر این وسایل در اختیار همه گذاشته شده و همه جهال هم دارن اظهار نظر میکنن، آلودگی صوتی ایجاد شده برای مخاطب، الان دیگه حالا خود این آلودگی صوتی مانه و الان ثبت میشه، ضبط میشه، الان بالاخره الان چطور آقای تحریری یا با بولتن یا با هر چی رسیده به دستش که این مطلبی که بنده از قول آقا با آقای خاتمی گفتم و یک معیاره برای اهل ایمان، خب ایشون الان گفته پسر ایشان گفته که از قول پدر فلان به دست، خب بالاخره توی بولتن هم از گوش آقای خامنه‌ای تا گوش آقای مصطفی خامنه‌ای و همه اینا میرسه، حداقل از بولتن میرسه به خیلی از اینا، ولی مردم عادی توی حوزه و دانشگاه، دانشجو و طلبه بالاخره خودشون دیگه باید خودشون همت بکنن این حرفا رو هر جوری میتونن نشر بدن، ویدیوهاشو بتونن نشر بدن، از البته اذیت نشن چون الان قضای مربوط به آیت الله امجد رو خیلی امنیتی کردن و افراد رو اذیت میکنن، ولی به طبع بالاخره دیگه امروز دیگه هر کسی باید اون چرا که احساس میکنه وظیفه اخلاقش انجام بده. سیر و سلوک جناب استاد یه امر گول زننده است برای من جاهل، ممکنه یه ترک خوارقی ببینم، ممکنه یه نمیدونم از غیب خبر دارن، که ولی اینکه دیدم اینه که خیلی امر حساسه و چقدر خوبه که آقا این و شما دارید شفاف سازی میکنید نسبت به این موضوع. من خیلی خودم جاهای مختلف گول خوردم، خیلی چیزا دیدم که حالا حتی من از تلویزیونی داشت. ببینید شما امروز نگاه کنید یه آدمی مثل اون الله یاری با حمایت همه جا یه کانال تلویزیونی داره صبح تا شب داره مزخرفات میگه، یه کسی مثل یاسر حبیب کانال تلویزیونی داره بحث شیعه و سنی و جنگ شیعه که آقای خامنه‌ای گفت شیعه انگلیسی منظورش اینا بود، الان محمود امجد هیچ تریبون جز این اینستاگرام نداره، همین اینستاگرامش رو هم طرف وقتی میخواد بیاد مثل شما صحبت بکنه، حالا شما بزرگوارید اومدی صحبت کنی، خیلی میترسم، خیلی باسمون پیغام میزنم میگم ما دوست داریم بیام اونجا صحبت بکنیم، آقا صحبت ما رو بشنوه، جواب آقا رو اول از بیان شما بشنویم، ولی میترسیم. یعنی اینها اینکه آقای امجد با آقای خامنه‌ای گفت استخفاف کار شما استخفاف مردم بوده، این واقعا ایراد اصیلی که به نظام آقای خامنه است، اگه پس کنید ایشون پیرن از قرآن بدوزه و هزاران کمال داشته باشه، ولی این سیعه فرعونی رو مرتکب بشه که استخفافه، ایشون از حیز اهل ایمان خارجه و واقعا ایشون مرتکب یک همچین هبت عملی شده. آقای خامنه ای خیلی کمالات داره، ولی متاسفانه دوره رهبری ایشون که بعد همیشه ایشون میگم رهزن در مقابل رهبر فرزانه، من میگم رهزن مخبط، یعنی وقتی تو میگی رهبر فرزانه خب من میگم رهزن مخبط، خب واعظ شهر که مردم ملکش میدانند، حرف ما نیز همان است که او آدم نیست، بالاخره اگه به ایشون نگم رهبر معظم من در رهزن مخبط هم نمیگم، من تو صفحه آقا حاضر نیستم این حرف رو بزنم، ولی وقتی که ایشان ملت رو استخفاف داده و برای خودش یک شأن فرعونی قائل، شأن فرعونی چیه؟ یا با اون چرا که من میبینم درسته به شما دارم میگم درسته، اون چرا که من از راه و چاه میشناسم دارم به شما مردم میگم، من شما خیرخواه مطلق شما هستم، این آدم میشه فرعون. تمام کمالات عالم رو هم داشته باشه، همین یه فرعونیت باعث هفت عمل میشه توی دستگاه خدا، ساقط میشه و ساقط شده بله. و ساقط شده. حالا من مشکلم دیگه ایشون نیست، مشکلم کسانی است که با لباس علل ادعا لباس پیغمبر امثال آقای تحریری و آشخلی آقای پهلوان و یا هر کسی جاودان و هر کسی دیگه شما اسم ببرید، اینها بیان فعل و ترکی انجام بدن، حتی اونایی که الان توی قوم به نام امام زمان با آقای خامنه‌ای مخالفت میکنن به اداره اطلاعات میره داخل نفوذ میکنه که یه روزی خلل لباسی میکنه، حتی اونا رو هم بنده جزوه ارتش ناخواسته فرعون زمان میدونم، چون آقای خامنه‌ای به استناد همون شیعه انگلیسی یاسر حبیب و این اللایاری که بالاخره شما برنامه‌هاشو می‌بینید که صبح تا شب داره به خلفا و صحابه و پیغمبر رو توهین میکنه و جنگ شیعه و سنی داره راه میندازه و این تریبون داره و حفاظت میشه ازش و و و همه گونه امکاناتی داره، حتی مراجع هم نمیتونن علیه موضعی بگیرن، ولی آقای امجد اومد یه کلمه حق گفت
اون مقدس ها حداقل به جای اینکه سکوت میکردن، حالا به خاطر خوش رقصی کردن علاوه بر سکوت، والا سکوت میکردن مقدس های مثل های تحریر دیگران، باز ما حرف نداشتیم. اینجا ارو خوش رقصی داریم که ایشون سرسپرده خوشبخت بود، در خود ایشون نه به خوشبخت اون اعتقاد داشت و حتی خبر داشت که آیا امجد به خوشبخت همچین اعتقادی نداره، و حتی برای آرامش پیدا کردن میومد پیش آیا امجد و آیا امجد او رو آرام میکرد، به اینا از آیا امجد استفاده میکردن. امروز دیدی که الان بهترین وقته که بگی آقا من ایشون سرسپرده خوشبخت بود، ولی در اون سرسپردگیش اصلا خود سرسپردگی منکر عظیمه، ما تو اسلام سرسپردگی نداریم، منکر عظیمه. بعد حالا ناراحته که چرا کسی که خودش رو سرسپرده خوشبخت میدونست به توصیه خوشبخت عمل نکرد که بگه آقا در جلوی در روزه، جلوی در منزل، روزه هم تو منزل آقا بود دیگه، یه دوتا محافظ بذاره اونجا، دوتا رجاله رو بذاره اونجا گزینش بکنن. آقا شما اومدی بری بالا، شما نه اصلاح طلبی، شما کارگزارانی هستی، شما فلانی، شما نباید بیای تو مدرسه امام حسین. آقای تحریری اگر تو یک انسان طلبه مبتدی متقی باشی یه همچین حرف مزخرفی نباید دهانت خارج بشه. تو اول خوشبخت رو میخوای بکنی قطب عالم امکان، بعد امجد رو بگی نه تو اگه 700 سال عبادتش کردی عبادتت بر چیزهای عابد بوده، اگر 700 سال خوشبخت رو پرستیدی سرسپردش نبودی، برای اگر سرسپردش بودی قال لک اسجد و تو اطاعت امر نکردی. اینو یه نفر بره باید تحریری بگه، بگه خجالت نکشیدی بدبخت، تولیت مدرسه مروی چیزی نیست، کل عالم رو بهت میدادن که همچین غلطی بکنی، در ارزش خودت رو میشناختی حداقل دیگه اینا رو نباید پشت. ببینید این با این وقتی که میگه من شاگرد عاشق علی آقام، عاشق علی آقا چشم اهل الله میفته. دقیقاً من راجع به سیر و سلوکی ها اینو میگم، میگم من بحث خودم، حرف خودم ها، نمیدونم این واقعیت داره یا نه. یه من میگم که مثلا یکی مثل ابوبکر البغدادی یا مثل اینا گروه های تشکیل میدن، اونا هم شاید یه دستی توی علوم غریبه ببرن، یه نمیدونم ترک خوارق کنن مثلا فل... نه عزیزم، های طالبی عزیز، نه بود زنن بود زنن سازمان های اطلاعاتی بزرگ دنیا از موساد و کاگبه و همه پشت سرشون هم اونا رو تسلیح میکنن، چهره اسلام رو این کاری میکنن. اونا رو شما اصلا مثال با شیعه نزنید. توی شیعه که یک فرقه نمیتونیم بگیم، تنها مذهبی که از طریق امیرالمومنین که باب علم نبیه به پیغمبر رسید، یعنی اهل سنت نمیتونن انکار بکنن که در زمان خود ائمه اربعه میگفتن اونی که جعفر ابن محمد از پیغمبر نقل میکنه اون خبر صحیح پیغمبره، ولی خود ابو حنیفه میگه من 10 تا روایت قبول، بنده انگشت دو تا دست من روایت متواتر از پیغمبر ندارم. این بود که باب قیاس و استثناء رو باز کرد. ببینید رضا، شیعه تنها مذهبی است در عالم اسلام که به اعتراف اجماع همه مذاهب اهل اسلام به پیغمبر به لحاظ صحت روایات و صحت عمل نزدیکتره. چرا؟ از طریق ائمه شیعه. ائمه شیعه در میان همه اهل سنت در زمان خودشون محترم بودن، یعنی شما یک نفر در زمان ائمه پیدا نمی‌کردی که از میان ائمه اربعه یا از ارادتمندان اونها حنفی ها مالکی ها بیان علیه جعفر بن محمد بگن نه فلانجا این سو خبرش خلاف بوده، فلانجا خبرش ضعیف بوده. هر چی که آیت الله معرفت رفتی تحقیق کرد و خدا رحمتش کنه، من این آیمش یادم ایشون، آیت الله معرفت میگه باید برید این روایت های اهل سنت رو ولی با طرق خودشون نقل میکنن، باید طلبه بره اونها رو بخونه مطالعه کنه. اینا میومدن پای صحبت های جعفر ابن محمد صادق میشستن روایت های صحیح رو میگرفتن، منتها چون فضای غالب مال اونا بود میرفتن با سلسله روایت های خودشون به پیغمبر میرسوندن، و همان ها بودن که به امام صادق گفتن صادق آل محمد، گفتن خبری که جعفر ابن محمد نقل میکنه از پیغمبر خبر صحیحه، خبر درسته. ببینید رضا، ائمه ما باب علم نبی بودن. حالا این باب صوفیه بود، اینها آمدن اون قطب و نمیدونم عبدال و اوتاد، اینا استقامت صوفی است، مرید بازی و نمیدونم تموم کنم ببخشید چون همه بخوام برم به بحثش کنم آمه. نمیشه، ولی اینو زود بگم، اصلا و مرادی و اینا طبعی اصلا تو عالم خاموشی نیست. اینکه میگم کلمه سرسپرده کلمه منکریه، سرسپرده همونه که همسر تب داره
سردار سپاه شوهرش و یکی از مسئولین، میگه اون مراد میگه این امشب باید تو اتاق با من بخوابه، صبح میبینه این رفته قسل کرده، اومده هر دو آقا و خانم قسل کرده، اون امام شده این، بعد شک نکرده توی ذهنش به این، بعد گفته نمیشه من که خودم همسرشم این تب داشته حاضر نبودم امشب مثلا با اون بخوابم، چطور این کس نمیشه آقای کاری. و اون آدم اینو یادم رفت بگم توی صحبت ها باطن تمونه شده، الان یادم افتاد که تیکشو نگفتم، اون آدم شیاد ابلیس میدونه که همچین بالاخره قصد کرده دارم، یعنی این مرید هایی که اونجا هستن احمد جزو به اصطلاح گنده های مملکت و از ما بهتران هستن و متاسفانه مملکت ما توسط همین امروز چرخیده، امروز اینجوری شده، امروز شما برق ندارید، واکسن ندارید، نمیدونم نه اینترنت ندارید، هزاری گرفتاری دارید به خاطر اینکه همچین دوالپاها و از ما بهترانی حاکم شدن بر این مملکت. جنگ هم اینا میخواستن اداره کنن، الان هم میخوان جنگ دیگه را بندازن، همین پوفیوس ها و همه چیزها میخوان بیان دوباره یک ملت رو گروگان بگیرن در یک جنگ جدید. این آدم انقدر شیاد بوده، یه آدمی که بهمانه که رزمنده جبهه بوده و مجروح بوده و فلان توی مشهد هم میشناسن، شما میتونید بپرسید اسمش الان نمیبرم، اداره اطلاعات وقتی دستگیرش کرد آزادش کرد، چون ریخته بودن اداره اطلاعات مشهد آتش بزنن که مراد اینها رو قطب اینها رو گرفته. این آدم گفته بود توی جمع همون روزی که جلسه چیزی داشته، ارشادی داشته، جلسه معنوی داشته، مثلا بعد اینکه با همسر طرف خوابیده، این امروز اینا تو بازجوی طرف گفته بله، بعد گفت از شدت گریه من نمیتوانم بگریم، میخندم از اون جد میخندم که نمیتوانم گریه کنم، میدونم خند لبخند شما لبخند تلخی است که از سر گریه است، قلب من داره گریه میکنه این حرفو میزنم، اینا توی بازجوییش گفته، بعد آزاد شده، رزمنده جبهه بوده، سردارها دوره برای جمع بودن، بزرگان به اصطلاح مسئولینی که صاحب منصب بودن دستشون به دم گاوی بست بوده می اومدن توی جلسه میشستن توی مشهد. این آدم توی جلسه گفته که هر کس نسبت به من شکی در ذهنش داره بره از در فلان حرم، از اون فلان در حرم وارد شه، از اون قسمت بره در زل کجای زری امام رضا بنشینه، توجه به امام رضا بکنه، اگر امام رضا تایید کرد جلسه ما رو بیا توی جلسه، اگر تایید نکرد دیگه نیا توی جلسه ما. خب اون فرد اگه معیار داشته باشه و میدونه که دعوت به خود داره میکنه اون استاد. شیاد شیرازی رو آورده بودن، کرده بودن مورد ست حسین یعقوبی که مهمترین کرامتش پایین تنش بود. آقای خوشبخت میگفت اون سالها 50 سال پیش 40 تومن میداده آمپول تأخیر کننده که برای 10 ساعت بخوابه با طرف. حالا آقای بوتشکن دامادشونه، سردار بوتشکن. با بنز گلوله و محافظ و اینا این آدم اومد تعویض کرد این سید حسین رو. سپاهیا بعد ببینید حتی آقا راجع به حائری شیرازی می‌خواست موقع حرف بزنه. حائری شیرازی میآمد اینو ترویج می‌کرد. حتی وقتی تبعید شده بود این شخص به فلاحیان زنگ می‌زد گفت دارم میرم زیارت آقا، یعنی سید حسین. من این اواخر حتی شنیدم آقای خامنه‌ای با این ملاقات کرده. بله، چون ایشون دامادش آقا سردار بوتشکنن، ارتباط هم دارن با بیت آقای خامنه‌ای. بله آقای خامنه‌ای هم با ایشون ملاقات کردند، البته ایشون به رحمت خدا رفتن 2-3 سال پیش. بله من تو مجالسشون از جبرئیل و اسرائیل و کرامات و اینا خیلی حرف می‌زدن. بله از کشف کرامات. بله. و محمود حمزاد از پیش از انقلاب این آدم اعتقاد نداشت، بعد از انقلاب هم این حائری شیرازی بلند میشد میومد میرفت دیدن این توی قم، بعد این پاسدارا و فلان، حتی سعید شیرازی اینا اومدن این دوره امام به اصطلاح چیز کرد و این همه مرید حتی یه موقع رتبه جامعه و زهرا تهمتی زده شد، طرف از پاکستان آمده بود دخترشو ببره پاکستان، گفت این دختره جامعه و زهرا رو سیغه میکنه، که آقای طباطبایی مسئول جامعه و زهرا است محمد رضا طباطبایی حفظه الله به آقا متوسل شد که آقا شما بیاین شاید که این پاکستانی رو آوردن خونه ما و آقا که بهش بگن که آقا هیچ ربطی به جامعه زهرا نداره، تنها روحانی که توی جامعه زهرا رفت و آمد میکنه آقای امجد بود برای نماز، آقای شرعی اومد بود اصرار میکرد آقا نمیخواست، جامعه زهرا جلوی خونه آقا بودی، میدونی خونه آقا نبش دیوار به دیوار منهای حسن مصطفی بود، خب جامعه زهرا جلوی خونه ما بود، یعنی فاصله 100 متر فاصله بود، آقای شرعی و جای مدرسین و اینا اومدن که آقا فقط اونجا نماز بخونه، چیزی که آقای شهری گفت الان دارم میگم، آقای شهری آقا میگه آقای همه آدم من نمیشم، آقا که میدونی همیشه مهراب اینا فرار میکرد دیگه، از اصلا مقید بشه اون روز به جماعت بخونه فرار میکرد، گفت آقا با
آقای امجد گفته بود، گفته بود جز شما کسی رو توی قم پیدا نمی کنم که بند شلوارش مثل شما صفر باشه. این بود که آقا طباطبایی رو طهارت ایشون اومد به ایشون میگفت کسی به ایشون متوجه شد که این پاکستانی که اومده دخترش رو ببره بگه آقا اینجا هیچ اتفاق چه جامعه زهرا نیفتاده، این مریدای خانمش که بیرون بودن بیرون از جامعه زهرا بودن و اینا. ولی اون موقع توی قم شایع افتاد که این 40 نفر از این جامعه زهرایا رو چیه سیغه کرده، اینجوری معروف بود. و حائری شیرازی تازه وقتی که تبعید کرده بودن به فلایان زنگ می‌زد، وقتی می‌رفت دیدنش توی قاین و کجا بود که نمی‌دونم قاین بود کجا بود قاینات بود کجا بود. اونجا می‌رفت به فلایان برای اینکه سوزشی بهش بده میگفته که دارم میرم دیدن آقا، یعنی این کاری که شما که تبعید کردید که اینا زمان امام جلال زمان آقای خامنه‌ای کسی جرأت نداره. چرا زمان آقای خامنه‌ای اداره اطلاعاتی میرن با اینا داخل میشن و یه شمشیر دموکراسی علیه اینا بالای سرشون نگه میدارن که اینا رو چه خازه نظام بکنن. ولی امام اهل این بازیگری ها نبود، امام اهل این بازیگری ها نبود معاذ الله. آقا من دیگه بخشید چون دیگه داره باتی تمام میشه این تیکه قولی از شما بگیرم، خصوصا این لایوتون چون تخصصیه. آقا الان سلام میرسه منتظر یعنی چون دوربین نمیتونم بگردونم. آقا نه نه فرده قربون شما خیلی بزرگواره، ایشون با مرحوم آیت الله کشمیری نسبت دارن، درست فهمیدم؟ نه همسر من دارد. همسر شما نوه آیت الله اسدرضا کشمیریه؟ بله عبدالکریم اسدالکریم کشمیری، اسدالکریم کشمیری. من میگم اسدرضا چون همیشه چهره ایشون این اواخر عمر مبارکش شبیه اسدرضای بهاءالدینی بود، دیدید عکسی که از ایشون هست خیلی شبیه اسدرضا. حالا من اشتباه گفتم اسدالکریم کشمیریش شما، ایشون بالاخره به شما هم خیلی محبت دارم همیشه و اینا، آقا هم به شما سلام برسونن. ما همیشه به خجالت زده آقای من روم نمیشه حتی نگاهشون کنم. استغفرالله استغفرالله، وجود امثال شماها و نورانیت شما سر ما انگیزه ایجاد میکنه. حالا الان ما اینا داریم میگه اینا نشه چه نوشابه‌ای دارن واسه هم دیگه هم باز میکنن، این سایبری ها نوشته که بزرگ اب نداره، ولی بالاخره ما باید مؤمن رو بالاخره امام صادق فرمون هر کسی رو دوست داری بیان کن. من شما رو دوست دارم و تو همین جمع بگم حالا سایبری خوشی که دنه محبت شماست، به برکت شماها و فهم شماهاست که انگیزه پیدا میکنیم بیشتر صحبت کنیم. تو این زمین آماده باشید بخواید بیاید از این حرفایی که مطرحه تو همین صفحه آقا، من با شما در خدمت شما هستم. خیلی شفاف بود، خیلی شفاف. من یادمه که یه آقایی ما 3-4 نفر رو هم بودیم اومده بود، من میدیدیم یه ترک خوارقی داره عجیب و غریب. ما رفتیم پیش آقا وارد نشده، آقا گفت اگه پشن رو هوا را میره، گفتیم جوابمون رو گرفتیم برگشت. یا آقا برگشت اشاره کرد تو خونه منزل دکتر معصومی، گفت اگر 1,000,000 نفر بیاد پایین پنجره بری که داره تو آسمون رو میره، والله من سلامو کج نمیکنم نگاه کنم، چون ابلیسه. شنیدیم اینا اصلا خودمون دیدیم. شب شما بخیر، ان شاءالله این لایو رو ادامه بدید چون خیلی شفاف بود. این طلبای ان شاءالله اونا که اهل سیر و سلوک نگاه کنه ایجاد بشه. من های دوست دارم من حرف بزنم آقا صحبت کنه، ولی آقا به من ده افهم بودم. ولی وقتی امثال شما میپذیرید که این حرفا حرفای آقاست و نشش هم میدید به مؤمنینی که بالاخره راه رو از شاه تشخیص بدن، بنده آمادم خیلی حرفای دیگه توی این زمینه دارم بذارم، امشب دیگه به خاطر وقت و باتری و فلان اینا من دارم زود تموم میکنم و الا ساعت ها بنده حاضرم بنشینم اینجا هم آقا بشینه هر جا هم غلط بگم تصحیح بکنه و من بشینم صحبت بکنم. خصوصا این مبحثو ادامه بدید، ما شاید اولین باره که من میبینم اینقدر شفاف یه نفر صحبت میکنه و تو کتابا حتی مجالس آقا اینقدر شفاف صحبت نمیکرد که الان تو این جلسه ما دید. آقا فرمود من میخوام علیه این حوزه فاسد و مفسد قیام کنم، منظورش همه به اصطلاح اهل سری سلوک بود. نه من کار ما آقای که من اسمش باشم صراف و پترو دلار اینا، آقا اتفاقا با اینه که جامعه قداست پوشیدن چه در زمان امام چه الان و دنبال سری سلوک و امام زمان، آقا اینا الان گرگ میدونه توی حوزه اینه که حاضر کنه چی پاشه حالا در دوره دکترا پاشه بره توی حوزه، میگه من میترسم بره گرفتار این گرگا بشه. آقا منظورش از گرگا همین جاهلایی است که به اصطلاح دنبال کشف و کرامت هستن و یه دم دور اینا جمع میشن. آقا برای این جوانایی که دور اینا جمع میشن ناراحته. من خودم خیلی جواب سوالاتمو گرفتم. زنده باشید. ممنونم. درود بر شما. توفیقات بزرگ. فردا شب بخیر. یا فردا هر ساعتی آماده بودید برای بنده پیغام بگذارید. همینجا ذیل همین مطلب پیغام بگذارید. مطالبی هست من با شما یک مباحثه تو این زمینه داشته باشم. انشاءالله.
آخه هم رومون نمیشه، هم ما چی بگیم که شما با شما بتونیم مباحثه کنیم، ما فقط اعلام حضور. مطرحه بالاخره شما الان اونجا به خاطر نسبتی که با آیت الله کشمیری دارید و کشمیرم اهل عرفان بالاخره ارادت دارن به ایشون، بالاخره شما با آقا هم آشنا بودی، با این مباحث رو شما بهتر میتوانی مطرح بکنی و هضم بکنی و وارد مباحثه بشی. بنده خیلی افتخار میکنم که با مثل شما یک مباحثه داشته باشیم جهت تنویر افکار، جهت تنویر. خیلی ممنونم. خدا نگهدار. یا دوستان میبوسم تنظر. شب خوبی داشت. خدای شما. قربان شما. اون آقا علیرضا هم که سلام رسونم برای من، سلام آقا علیرضا هم به آقا میرسونم. یه عده هم اینجا دوستان سلام دارن که به شما کامنت گذاشتن. سلام برای همه شما. سلام آقا به همه شما سلام. سلام. و آقا به شما یه پادر میونه کنید، آقا یه جایی باید ما رو ببخشید. آقا خیلی دوست داره. نه باید یه پادر میونه کنید ما رو ببخشید یه جایی باید. زیاد خفته. خالی میشه من برگردم به آقا نشون بدم. نه. خب دیگه نه ما رو ببخشید. آقا دوست داره. من دارم آقا دوست داره. بزرگ سلام. بله. اون دوال پای معمم که خودش استاد حوزه دونه است. تازه میگه من آمدم بیا بالا که باتری خالی میشه. بعد به شما آمدید من با این دوالپا رو بلوک میکنم، چون خودشون مدرس دانشگاه میدونه. بنده با کسی مدرس حوزه و دانشگاه بدونه و خودشو خری حساب بکنه، بنده وارد مباحثه با اون نمیشم، چون اصلا شأن مباحثه رو نداره. وارد مجادله و مرا هم نمیشم برای که ظاهر باشم پیغمبر خدا. این مخامون محمد نه، من با یک دوال صحبت نمی کنم، به خصوص وقتی معممه. عمامشو برداره مثل یه آدم عادی بیاد صحبت بکنه، بیاد همینا رو گوش بده. سلام، خدا نگهدارتون. قربان شما، شب خوبی داشت. شماها روحانی هستید. این خیلی که طرف عمامه سرشه اون روحانیه. نه خیر، این عمامه عمر سعدم هست، عمامه شمرم هست. بله بزرگ باری. سلام، نگهدارتون. خدا حافظتون باشه. خدا پایزه دیگه، چون باتری دیگه رسید به 3% دیگه، یعنی میترسم قهر چه دفعه سیو نشه، به خاطر این دارم زود